با درود و سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و به برنامه امروز که یک مبحث اقتصادی است که دو کارشناس در جمهوری اسلامی صحبت میکنند، پروفسور غنیزاده هست و یکی دیگر به نام مسعود درخشان که مسعود درخشان از طرفداران سرسخت رژیم هست، طرفدار خامنه ایست. پروفسور غنیزاده هم که تحلیل میکنه آدم باسوادی است در اقتصاد، استاد دانشگاه است. البته درخشان هم به دانشگاه هست ولی از حکومتی هاست که فقط صحبتش از خمینی و خامنه ای است و دفاع زیادی میکنه که اقتصاد و وضعیت کشور درسته، اما غنیزاده با توجه به اطلاعات و سواد و آگاهی که داره اونها رو رد میکنه صحبت های درخشانو و میگه که ایران سیستمی پیدا کرده که از شوروی سابق الگو برداری شده و شروع کرده اقتصاد کشور را به گونه کمونیستی اداره میشه. اما درخشان با او بحث میکنه، با هم جدل میکنند، البته بسیار مؤدبانه بسیار آرام صحبت میکنند، جدلی به او شکل نیست که پرخاش کنند فحاشی کنند، بسیار متین و آرام و بسیار به نظر من مناظره جالبی است. ارزش داره که این بحث رو دنبال کنید. بحث خوبی است و ای کاش این دو که الان با هم بحث میکنند 40 سال قبل که جوان بودند و هنوز بازنشسته نشده بودند این مسائل رو صحبت میکردند، وضعیت کشور رو به این روزی که الان هست نمیانداختند. پروفسور غنیزاده بسیار منطقی، علمی و با آگاهی کامل شرح میده. درخشان اصلا تو باغ نیست، اصلا فقط میخواد مناظرش رو جنجالی کنه و بسیارم کمدی و سرگرم کننده هست. بیش از این من صحبتی نمی کنم، مناظره رو ببینید. من هم عید سعید فطر رو خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در سال جدید کشور با مشکلات اقتصادی کمتری مواجه باشه انشاءالله. مسائل اقتصاد ایران کم و بیش روشنه، همه مردم اون رو به خوبی دارن درک میکنند و در عمل دارن تجربه میکنند. از گرانی ها هست، افزایش قیمت طلا و نمیدونم سکه و ارز، و عرض کنم حضورتون عدم تحقق اشتغالی که مورد انتظار بود و مسائل از این جنس هست. پیشرفتهایی بوده در اقتصاد کشور قطعا، اما مشکلات رو نیازی به بیانش نیست، بلکه همه مردم اونو کاملا درک میکنه. اگر بخوایم ببینیم علت این مشکلات چیست، اون وقت میتونیم راهکار مناسبی هم براش مطرح کنیم. از دید من علت العلل مشکلات اقتصادی کشور مسائل ساختاری است. در 40 سال گذشته، حالا حدوداً زیاد و کم، همه مشکلاتی که در اقتصاد این مملکت ملاحظه شده در یک چهارچوبی و در بستر یک ساختارهایی مطرح شده و کوشیدن که حلش کنند. این ساختارها و این چهارچوب ها جواب نداده.
انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی ساختارها تا حد زیادی مورد ارزیابی قرار بگیره، اما خب اونطور نشده، بلکه در چهارچوب همون ساختارهای قبلی یا در بستر همان ساختارهای قبلی سعی کردند که مشکلات اقتصادی رو که همه بهش آگاه هستن بررسی کنن و راهکارهای ارائه بدن. خب این جواب نمیده، چه اینکه 40 سال جواب نداده. حالا چرا اینطور شده؟ چرا این تغییرات ساختاری به وجود نمیاد؟ از دیدگاه بنده پاسخش این است که اون روحیه و تفکر انقلابی در بین مسئولان کشور و در بین دولت مردان و در بین صنعتگران و در بین فعالان اقتصادی و در بین اقتصاددانان کمرنگ شده. 4 دقیقه شده آقای دکتر. بله. 4 دقیقه شده الان. بله. بنابراین راهکار بنده احیای روحیه انقلابی و تفکر انقلابی است در مدیران مسئولان. چرا رویکرد انقلابی و تفکر انقلابی و روحیه انقلابی و عملکرد جهادی مورد کم عنایتی قرار گرفته؟ این به خاطر اون دستگاه بزرگ تبلیغاتی است که تحت عنوان علم اقتصاد داره توسط گروه‌های مشخصی داره مطرح میشه در جامعه، که اگر میگی روحیه انقلابی میگن این حرف چیه، اگر میگی تفکر انقلابی میگن این حرف چیه، میزنی اقتصاد است و قوانین خودش و الگو برداری از کشورهای دیگر و تحت و اینها رو میان تحت عنوان لیبرالیسم مطرح میکنن و تزریق میکنن به اندیشه جوانان و دانشگاهیان و مسئولان و این. و آقای دکتر غنی نژاد هم که تشریف دارن اینجا از پیشروان این جریانه که با استعانت از اندیشه های فردریش آگوست فون هایک و ترجمه کتاب های ایشون و غافل از این که اصلا این آقای هایک چه موجود عجیب و غریبی است، اینها رو کردن قبله خودشون و هر آنچه اونا میگن اینها اجرا میکنن. نه تنها آقای غنی نژاد و این جریان حمایتی که از لیبرالیسم سالهاست انجام میدن و این روزها شدت گرفته البته، بلکه همونطور که در دنیا ما شاهدیم و بعداً اگه خواستی توضیح میدم ده ها اتاق فکر ایجاد شده و در کشور ما مگر یک کمی دقت کنید میتوانید این تعدد اتاقهای فکر رو ملاحظه کنید که دارن در راه همین اندیشه های هایک و مروجان هایک که در ایران فعالیت دارن این اتاقهای فکر رو ببینید. بسیار. مسبب اصلی فقدان روحیه انقلابی و تفکر انقلابی همین اندیشه هاییست که از طریق رسانه های شناخته شده و نیروهای فکری شناخته شده مثل آقای غنی نژاد کشور به این سمت بردن. بسیار خوب. آیتو شما 7 دقیقه و تقریبا 30 ثانیه صحبت کردید. همین میزان صحبت زمان در واقع در خدمت شما دکتر موسی غنی نژاد هستیم. بفرمایید. خیلی ممنون که بنده دعوت کردید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر درخشان و بینندگان محترم. خب خیلی آقای دکتر پروفسور درخشان خیلی درخشان شروع کردن بحث رو، منم میخوام ادامه بدم. منتها قبلش چون بحث
ما باید بحث رو اصولی بکنیم. بحث رو من برخلاف آقای دکتر درخشان به علم اعتقاد دارم و به علم اقتصاد. و روش علمی این هست که در چارچوب و موضوع حرف بزنیم. موضوع بحث ما چیه؟ تأملی در باب نظام اقتصادی ایران عنوان بحث میشه. من اول نظام اقتصادی ایران رو توضیح میدم، بعد به ابهامات و مسائلی که آقای جناب پروفسور درخشان مطرح کردن اون وقت پاسخ میدم. ببینید، مشکل اتفاقا از نظام اقتصادی ماست. برای اینکه ببینیم نظام اقتصادی ما چیه، باید یه مقدار به ریشه ها بپردازیم، ببینیم این نظام اقتصادی چجوری درست شد. خب، نظام اقتصادی ایران، در نظام اقتصادی فعلی رو میگم، جمهوری اسلامی ایران، در فردای انقلاب اسلامی با تأسیس جمهوری اسلامی و به اصطلاح تصویب قانون اساسی جدید بعد از رفراندوم به شکل گرفت. درسته؟ خب، حالا بریم ببینیم که در اون فضایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن و قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش اقتصادیش مبنای نظام اقتصادی ما قرار گرفت چی بود؟ ریشه ها اینها. زمانی که در سال 57، یعنی 1979، فوریه 1979 در ایران انقلاب شد، اندیشه هایی که در دنیا غالب و رایج بود، اندیشه های چپ بود و انقلاب اسلامی در ایران هم استثنا نبود. انقلابیون ایران به شدت تحت تاثیر اندیشه های چپ بودن، اندیشه های مارکسیستی بود. و اگر بگم که دو تا تئوریسین خیلی مهمه انقلاب اسلامی رو نام ببرم، البته من به بخش سیاسیش نمیپردازم، به اقتصادش رو بیشتر میگم. یکیش دکتر شریعتی بود که اندیشه های و جای جای اندیشه های اون رو در شما در قانون اساسی میبینید، و دیگری ابوالحسن بنی صدر بود. خب، این دو نفر که البته دومی، اولی که دکتر شریعتی باشه، زمان انقلاب دیگه مرحوم شده بودن، نبودن، اما آقای بنی صدر اونجا نقش خیلی مهمی در تدوین قانون اساسی و بخش اقتصادیش داشتن. این تو صورت مذاکرات خبرگان اول اومده دقیقاً که ایشون چه نقشی داشت. خب، هر دوی این بزرگوار، آقای بنی صدر و آقای شریعتی، مصدقی های چپ بودن، ناسیونالیست های سوسیالیست بودن. خب، ریشه بدبختی ما اینجاست، من اینو توضیح میدم. مصدقی های چپ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما هدفمون از انقلاب قطع کردن دست خارجی ها، اجنبی های نمیدونم سرمایه داری از این حرف هاست، مخالفت با نظام بازار، مخالفت با اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، سرمایه داری و رفتن به طرف خودکفایی، اینا تو قانون اساسی ما آمد. خب، قانون اساسی جمهوری اسلامی اونجایی که به اقتصاد پرداخته، فصل چهارمش هست، از اصل 43 تا اصل 55، اینها فصل چهارم هست که فصل چهارم عنوانش هست اقتصاد و امور مالی. خب، جالب است که بدونید که اندیشه حاکم بر این فصل که میشه 12-13 ماده، اندیشه های چپه، اندیشه های سوسیالیستیه. اگر جسارت کنم بگم که اصلا از اسلام اونجا خبری نیست تو این اصولی که عرض میکنم. خب، حالا چرا اینجوری شده؟
چرا انقدر ببینید از 43 از ماده 43 تا 55 میشه چقدر؟ میشه 12 12-13 ماده. خب در این 12-13 ماده خب ما یک در اسلام یه بخش فقه داریم، فقه یه بخش معاملات داره که خیلی مهمه، درسته؟ هیچ اثری از اینا تو نمیبینید. چرا؟ چون اندیشه ای که اون به خصوص اون ماده 43 رو نوشته و بعد 44 که پشت سر اون آمده من توضیح میدم چجوریه، برگرفته از تئوری های اقتصاد، تئوری های اسلام و فقه اسلامی و فقه شیعه نیست، برگرفته از یک تئوری هست که اون زمان رایج بود، مد بود، به اسم راه رشد غیر سرمایه داری. خب تئوریسین این راه رشد غیر سرمایه داری کی بود؟ رفیق اولیانوفسکی، معاون بخش بین الملل حزب کمونیست اتحاد جهانی شوروی. خب الهام بخش اصل 43 و 44 قانون اساسی، این دوتا رو تاکید میکنم، بقیهش هم کوابیش هم، نظریه راه رشد غیر سرمایه‌داریه، که راه رشد غیر سرمایه‌داری در حقیقت یک نظریه کمونیستیه، یعنی یه نظریه هست که یه مرحله بندی میکنه رفتن به طرف کمونیسم رو، میگه که کشورهای در حال توسعه و عقب مانده اینها بلافاصله نمیتونن برن به طرف سوسیالیسم چون سرمایه‌داری رو طی نکردن. اما الان این تئوری لنین البته که اولیانوفسکی توضیح میده، اما برای اینکه بریم به طرف سوسیالیسم، برای این کشورهای آسیایی آفریقایی عقب مانده زمان جهان سوم به اصطلاح، لازم هست که چیکار کنند؟ یک مرحله گذاری رو نه به صورت سرمایه داری بلکه به صورت غیر سرمایه داری، اسمش رو بذاره راه رشد غیر سرمایه داری طی کنن. خب راه رشد غیر سرمایه داری چیه؟ راه رشد غیر سرمایه داری این هست که شما اقتصاد رو بدید دست دولت، ابزار تولید در اختیار دولت باشه. خب شما اصل 44 قانون اساسی رو نگاه کنید، غیر از این میگه اصل 44 قانون اساسی دقیقا اینه، تمام صنایع بزرگ رو، نمیدونم صنایع مادر و تجارت خارجی و غیره و زاله که باید دست دولت باشه، اصل 44. اصل بعد، بعد از دولت، بخش دولتی، بعد میشه بخش تعاونی که اونم توضیح میده که نمیدونم تولید کننده های متوسط اینا باید بیان توی تعاونی ها متشکل بشن که اونم در نهایت وصل میشه دولت. بعد هر چیزی که باقی میمونه چه بخش خصوصی. خب حالا بعد اینم خدمتتون عرض کنم که گفتم اصل 43 تا 44، 43 اینم نبود، 43 اصلا بخش خصوصی نداره، 43 اصل 43 همه چیز توی اصل دولته، درسته؟ حالا یه عده‌ای که توی مجلس خبرگان اول بودن از فقهان بودن دیگه، اونجا گفته آقا این که نمیشه که شما اقتصاد رو اینجوری تعریف بکنید که همه چی دست دولت. بالاخره در اسلام مالکیت خصوصی محترمه، به رسمیت شناخته شده، باب تو فقه اون باب معاملات، خب باب بزرگیه، باب عظیمیه، شما نمیتونی مالکیت خصوصی رو در نه. بعد گفتن خیلی خب حالا اونم در نظر میگیریم. حالا اینا خدمت شما بگم که قانون اساسی که به تصویب رسید یک پیشنویس داشت، اون پیشنویس در حقیقت حق و اصلاح شد، هیچ بعد رفت تو اون پیشنویس رفت تو مجلس خبرگان، حق و اصلاح شد، بعد به رأی گذاشته شد، تایید شد، درسته؟ توی اون پیشنویس اصل 44 وجود نداشت، یعنی اونم نبود. خب کیا اینا نوشته بودن از قانون اساسی دست به اصطلاح پیشنویس قانون اساسی
یا قانون اساسی اول رو که مرحوم حسن حبیبی با یه تعداد از با حقوقدان ها نشسته بودن، عمدتا حقوقدان بودن، اونجا همشون با کلا بودن، محمد توشون نبود، اون رو نشته بودن. اینه بخواب بگم که اون بدتر از قانون اساسی بعدی بود که تصویب شد، چون بعدی اون فقها ها آمدن گفتن آقا اینجا کشور اسلام ها، شما کجا از اسلام دارید حرف میزنید اینجا؟ پس نقش اقتصاد، اسلام در اقتصاد درسته. چه میشه؟ خب ایشون ریشه مشکل رو در واقع نگاه های چپ در تدوین قانون اساسی میگه. دقیقاً. من فقط یه تذکر زمان بگم آقای دکتر، الان تا الان 11 دقیقه و 7 ثانیه شما صحبت کردین. من 11 دقیقه صحبت کردم. بله. حالا شما میتونید ادامه بدید همچنان، ولی خب همین میزان رو آقای درخشان بعد صحبت بکنه. بله بله بله، حالا الان جنبند نمی کنم قسمت صحبتم رو، بعد آقای دکتر بفرمایید. بعد منظورم اینه که ریشه مشکلات امروزی ما بله. از اون اولین خشتی بود که کج نهاده شد بله. و کی اینو کج نهاد؟ مصدقی های چپ، چه مصادیقش هم گفتید، بنی صدر بله، بنی صدر رو شریعتی بود که تو کتاباش اینا مشخص بله. بسیار خوب، 11 دقیقه و 40 ثانیه جناب آقای دکتر غنی نژاد. آقای درخشان، حالا شما هم در زمان باقی مانده میتونید بحث خودتون تعیین کنید، هم اگر نکاتی نسبت به صحبت جناب دکتر غنی نژاد در خدمت شما هست بفرمایید. عرض کنم که خوب در فرمایشات آقای دکتر غنی نژاد نکات بدیعی است که برای نخستین بار من میشنوم، و خوب اینها سوال برانگیزه جناب دکتر، و قبولش تا حد زیادی سخته. من جمله این که ما انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رو ملهم از مارکسیسم بدانیم خیلی پذیرشش مشکله. همه میدونن که بدون رهبری حضرت امام این انقلاب اسلامی هیچگاه به نتیجه نمیرسید، دیگه جزء بدیهیات این. و با آگاهی بسیار جدی که حضرت امام داشتن از این مسئله، چطور ما میتونیم به هر حال چنین چیزی رو ما بپذیریم؟ خب این یه نکته. نکته بعدی این است که شما روشتون این است که اصطلاحات جدیدی رو جعل میکنید و بعد اونها رو هر گونه که دوست داشتید تعریف میکنید و سپس از تعاریف خودتون استنتاجاتی میکنید برای در واقع برای اثبات دیدگاهتون. مثلا شما اصطلاح جدید جلب میکنید به نام مصدقی های چپ. خب اینا اصلا چه ربطی به هم دارن؟ اصلا مصدق چپی بود مگه؟ اسمش بوده مصدق السلطنه؟ اصلا این کاری به اینا نداشت. پیروان مصدق که معلوم شب وضع حالشون چیه، اینا اصلا چپی یعنی چی؟ چه تعبیری از مصدق و اندیشه های او دارید و چه تعبیری از چپ و سوسیالیسم دارید که به راحتی مصدقی های چپی رو، اصطلاح مصدقی های چپی رو جعل میکنید؟ آخه نمیشه که. و بعد صراحتاً می‌فرمایید اصول اقتصادی قانون اساسی بر اساس آموزه‌های سوسیالیسم و چپی هاست. دلیلتون این است که از فقه خبری نیست، از باب معاملات در قانون اساسی خبری نیست. قانون اساسی یک کشور که فقه نیست. اصلا شما از فقه چه می‌دانید که می‌فرمایید در قانون اساسی ما در بخش اقتصادش اثری خبری از فقه نیست؟ و آخه شما تحصیل کردید در حوزه
چه درسی خوندید. بنابراین راحت چنین ادعاهای بزرگی رو انجام میدید. اصطلاح دیگه ای که جعل میکنید رشد غیر سرمایه داری است. راه رشد غیر سرمایه داری است. بعد اینو منسوب میکنید به یه آدم کمونیست مال حزب کمونیست شوروی، حالا هر کی بود اسمش. آخه اینها اینها آخه از کجا میارید اینها رو؟ شما همه این کارها رو انجام میدید که یک تصویر تحریف شده ای رو از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از انقلاب اسلامی ترسیم کنی و بعد مثل یک کاریکاتوری که انسان میکشه از یه چهره و بعد به اون نقاشی خودش میخنده و نقدش میکنه. کار شما همینه. همینطور 4 دقیقه و نیم تا الان شما صحبت کردید. البته تا 11 دقیقه و 40 ثانیه میتونید صحبت کنید، بعدش آقای دکتر 7 دقیقه و نیم صحبت کنید. بفرمایید. حالا اینی که یعنی الان رسیدیم به حدی که آقای دکتر صحبت کردن؟ نه، شما که راند دومتون هستش. اگه شما تا 11 دقیقه صحبت کنید، راند دوم ایشون تا 7 دقیقه و نیم صحبت میکنن و عادلانه همه چی جلو میره. متوجه نیستم، ولی شما الان تو این راند 6-7 دقیقه فرصت دارید. الان 6-7 دقیقه فرصت دارید. نه، هر چی شما بفرمایید. باشه. ببینید جناب آقای دکتر غنی نژاد، حضرت امام به خوبی راجع به مارکسیسم آگاهی داشت. دلیلش چیه؟ ایشون اینطور می‌فرمایند: عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب هر کس را بخواهند، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً او را کمونیست و التقاطی میخواند. یعنی دقیقاً حرفی که شما میزنید. یه عده از انقلابیون کشور در نشستن، شورای انقلاب درست شد، نشستن قانون اساسی درست کردن، همه از مفاخر فقه ما و از مفاخر اندیشمندان اون موقع بودن. ببینید نا چه کسانی اونجا بودن. شما دست گذاشتی رو بنی صدر، تازه این فقط بنی صدر رو پیدا کردید اینجا. یه نفر دیگر میتونید پیدا کنید؟ شریعت هم که میفرمایید فوت شده بود در انگلستان اون موقع. خب اونم از اون. بنابراین ایشون میفرمایند عده‌ای برای از بین بردن انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید، فوراً اون را کمونیست و التقاطی میخواند. از حالا ایشون اضافه میفرمان حضرت امام: از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت. حالا شما هی برچسب بزن. از این برچسب زدن 40 سال شما به کجا رسیدید؟ جز اینکه یک عده امثال پیروان هایک رو خوشنود میکنید، غیر از این است که یک عده‌ای رو که در مؤسسه فون میزه در آمریکا هستند خوشنود میکنید، غیر از این است که یک عده‌ای رو در اون MPS Mont Perlin Society که الان پرلن، حالا پرلن رو در فارسی میگن ولی تلفظش پرلین هست، Mont Perlin Society، حالا در فارسی میگن مونت پرلن. حالا بگم مهم همونیست که در فارسی میگن، هرچی به زبان فارسی راحت تره، مونت پرلن بهترم هست. من خوب نشیده بودم فارسیشو، الان از جنابالی میشنم. خوب ببینید اونها دقیقا همین راهی رو میرن که راهی رو رفتن و میرن که شما تبعیت کردید و دارید میرید. آیا غیر از این است؟ شما آگاهید که همین مؤسسه مونت پرلین سوسایتی از طرف چه کسانی تأمین مالی داره میشه؟ همه برای همین است که این تفکرات رو ترویج بدن. آیا میدونید که همین مؤسسه مونت پرلین سوسایتی
نخستین بار به دعوت این رو همین هایک شما مؤسسش بود. 1947 هایک 39 نفر از اقتصاددانان، سیاستمداران و تجار و سرمایه‌داران بزرگ رو جمع کرد تو ژنو، لب دریاچه نشستن و هم قرار گذاشتن لیبرالیسم چه شد، کلاسیکال لیبرالیسم چه شد، بیاید به داد برسیم. چرا؟ چون 1946 جنگ جهانی تمام شده و جهان داشت به سمت کینزیانیسم میرفت و منافع سرمایه‌داران بزرگ به خطر افتاده. بی خود نیست که مؤسسه فون میزز در آمریکا الان ضد کینزه، بی خود نیست که جناب عالی مداخله دخالت‌های دولت هستید و از امری صحبت میکنید به نام بازار آزاد به معنای یک جریان سرمایه‌داری بدون قید و شرط که فقط لبخند بیاره به سرمایه‌داران بزرگ آمریکا. اینا شما دارید این کار رو میکنید آقای دکتر غنی نژاد. یک کمی دوباره بیاندیشید، من و شما دیگه جوان نیستیم که بخوایم حالا دوران جوانیمون یه چیزی بگیم و باعث لبخند به روی محرومان ایران بیارید، لبخند به لب مستضعفان کشورمون بیارید. کاری نکنید که لبخند بیاد به ابواب جمعی و پیروان مونت پرلین سوسایتی. مونت هم یعنی کوهی بوده، پرلین هم یه کوهی بوده، میگن کوه پرلین در کنار دریاچه ژنو. در اونجا در یه هتل اینا جمع شدن و این آقای هایک اینا رو دعوت کرد. بعد هم شد اینا. یه دقیقه اون این فرصت انریکتو. چشم. از چند دقیقه؟ از 11 دقیقه و 40 ثانیه الان تقریبا 10 دقیقه و 20 ثانیه شما خواهد کرد. تمام میکنم که بخت آقای دکتر رو نگیرم. بفهم. بنابراین آیا شما میدانید که همین سازمان که عرض کردم که همین به اصطلاح شخص مورد علاقه شما فردریش هایک مؤسسش بود، میدونید همکنون از طریق اطلس نتورک حمایت مالی میشه؟ آیا میدونید اطلس نتورک با 500 think tank یعنی مرکز اندیشه، تضارب اندیشه، داره هدایت میکنه؟ وقتی که اون ثروتمند معروف به انگلیسی آقای آنتونی حالا اسمش یادم میاد، این ثروتمند بزرگ انگلستان هایک رو در مدرسه اقتصاد لندن دید، نشستن بگن که خب چه کنیم که منافع ما ثروتمندان در معرض خطر قرار گرفته با اندیشه های دخالت های دولتی و اینترونیشنیزم. به قولی هایک بهش توصیه کرد، گفت ای آقا، تنها و تنها راهش تأسیس اتاقهای فکره. همکنون اتاقهای فکر توسط نهادهای اقتصادی که همین آنتونی فیشر اسمش، آنتونی فیشر تاجر بزرگ انگلیسی تأسیس شده، اینها دارن مدیریت نظام فکری لیبرالیسم و ترویج اونو در جهان به عهده گرفتن. اعضایشون هم کیه؟ تأمین مالیشون از کجاست؟ از همین تجار. قطعاً بدانید جناب آقای دکتر غنی‌نژاد که در ایران هم هستن. اینا در 90 کشور فعالیت دارن. خب برید مطالعه کنید، من اینا رو در کتاب‌هام نوشتم، با اسناد و مآخذ نشون دادم. برید شما دارید در مسیر اونها گام برمی‌دارید. آقای تو اجازه بفرمایید که بحث رو اینجا متوقف کنیم، چون شما الان 13 دقیقه صحبت کردید. حالا فقط این فرمایش حضرت آقا رو تموم کنید. بفرمایید.
حضرت آقا میفرمان عده‌ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را کمونیسم و التقاطی میخوانند. از این اتهامات نباید ترسید. الان هم آقای غنی نژاد میبینی کسانی که در راه انقلابان از این اتهامات که شما میزنید که اینا کمونیستن، اینا حرفاشون کمونیستیه، اینا چپیان، نمیترسن. هر کسی در راه خدا باشه از این اتهامات نمیترسه. چرا؟ برای اینکه پیرو حضرت امام هستن. ایشون میفرمان از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت و تمام هم و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. در جای دیگه حضرت امام این رو میفرمان، حالا اگه لازم بود میگم، فرصتمو دیگه بیشتر نمیگیرم. 14 دقیقه و 10 ثانیه شما صحبت کردید آقای غنی‌نژاد، شما یه بار 7 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کردید، یه بار 14 دقیقه و 10 ثانیه آقای دکتر غنی‌نژاد یک بار صحبت کردن 11 دقیقه و 40 ثانیه. من حالا بعد دقیق حساب کنم، شما حتما الان بیشتر از 7 دقیقه و 30 ثانیه فکر کنم 10 11 دقیقه بعد صحبت بکنید. من 23 دقیقه و 40 ثانیه صحبت کردم. بله من خدمت شما عرض می‌کنم، شما بفرمایید. من 7 دقیقه وقت دارم. بله در خدمت شما هستم، بفرمایید. عرض شود که خیلی جالبه فرمایشات جناب پروفسور درخشان. من خیلی خوشحال شدم که یه پیش بینی کرده بودم که مثل اون دفعه‌ای که صحبت کرده بودیم قبلا که شما میفرمودید که من میگفتم که نظام بازار، شما میفرمودید که نظام بازار اصلا ما نداریم. نداریم نظام بازار. الان هم میفرمودید. شما یه گوگل بکنید نظام بازار، اکانومیک سیستم، ببینید چی میاد. گوگل هم نمیفهمه. گوگل هم نه، گوگل هم نمیفهمه. اینا دست همین سهیونیست ها میدونید، خودتون میدونید. بله من که نیستم سهیونیست. نه اونو میگم. آه اونا رو گوگل مرجع رفرنس نمه خوبی نیست. نیست نه نیست. من حالا در زمان شما از خواهیم لازم کنم بفهم. اجازه بدید فقط از خواهیم قطع نکنیم حرف. من از خواهیم بفهم. چون از من نام بردید منم مجبور بودم جمله. بله خب من زمان شما لحاظ میکنم. از من کم کنید، از من به وقت ایشون اضافه میشه. فرمودند که من یه اصطلاحاتی از خودم جعل میکنم. دو تا مصداق گفتم، یکی مصدقی های چپ، یکی هم راه رشد غیر سرمایه داری. درست میگم؟ بله بله. مصدقی های چپ من جعل نکردم، خودشون میگن. خودش یه نفر به خودش میگه من مصدقی چپم، من چی کار کنم؟ من جهل کردم. حالا اگر او احمق بود شما حرف اون احمق رو باید تکرار کنی. اینم از وقت من بگیر بهشون. بله من خب زمان رو به نفع شما در نگرم. پس من جهل نکردم، یه آدم احمقی گفت من مصدقی چپم و این بلا رو سر ما آورد. منم قبول دارم مثل جناب پروفسور درخشان که اون مصدقی های چپ همشون احمق بودم. من البته نگفتم، ایشون گفت. بله بله ما راه رشد غیر سرمایه داریم. چون من پیش بینی می‌کردم که این اتفاق می‌افته، ایشون میگن که همچین چیزی وجود نداره. خب من سه تا کتاب آوردم. اگر دوربین اینا رو نشون بده من خیلی ممنون میشم. ببینیم که این راه رشد غیر سرمایه داره من جعل کردم یا کتاب راجبش هست. دوربین میتونه اینا رو نشون بده؟ بله شما نشون بدید، دوربین میاد زوم می‌کنه. خب این اسمش از چی؟ کتاب راه رشد غیر سرمایه داری، دو مقاله از اولیانوفسکی. خب انتشارات کجاست؟ دنیا، مال حزب توده است. این از کتاب جلد سفید است که زمان انقلاب منتشر میشه. اینم لطفا نشون بدم. مسائل راه رشد غیر سرمایه داری، مسائل راه رشد غیر سرمایه داری. یک عده تئوریسین های حزب کمونیست شوروی هست راجع به این راه رشد غیر سرمایه داری، این تئوری اولیانوفسکی رو تبیین میکنن تو این کتاب. خب این کتاب انتشاراتش کجاست؟ انتشارات پیک ایران سال 1359، پیک ایران مال حزب توده است. این کتاب هم لطفا بهشون بده. خب این کتاب پس مسائل، کتاب مال اولیانوفسکی، خود اولیانوفسکی. عرض کردم که معاون بخش بین الملل حزب کمونیست شوروی. خب این کتاب مال کجاست؟
انتشارات حزب توده ایران، آدرسش هم داده، خیابان 16 آذر شماره 68. سال انتشارش هم هست 1358، سه بارم تجدید چاپ شده تا سال 1059. پس من راه رشد غیر سرمایه‌داری جناب پروفسور درخشان جل نکردم. این واقعیته. از این کتابا رو شما اگر خونده بودید و با اصول قانون اساسی مقایسه میکردید، به خصوص اصل 43 و 44، میدیدید که طابق و نعل به نعل هموناست. الان هم فرصت دارید بخونید. فکر نمی کنم خیلی سخت باشه. بهید از کتاب خونه ها نارو در بیارید بخونید. خب پس من هیچ چیز از خودم جعل نمی کنم. من برخلاف جناب پروفسور درخشان هر حرفی میزنم مستند و این هم سندهاش. خب و اما ایشون در مورد هایک صحبت کرد که بنده پیرو هایک. ببینید کسی که لیبرالیسم رو فهمیده باشه پیرویش که نمیشه. در لیبرالیسم تقلید وجود نداره، همه باید مجتهد باشه. تقلید مال کساییه که عقل کم میارن، حالا در هر موردی، درسته؟ لیبرال ها معتقد هستن که همه انسان ها مرکزت خودشون یه مرکز تصمیم گیری هم. تشخیص درست و غلط میدن، ممکنه اشتباه بکنن، ولی حق تشخیص دارن و حق اشتباه هم دارن. خب بنابراین اگر من میفرمایید من لیبرال هستم، من نمیتونم مقلد هایک باشم، این خلاف لیبرالیزمه. من نیستم. اگر من کتاب هایک رو ترجمه کردم برای اینکه اون کسایی که نمیدونن لیبرالیسم چیه بدونم. ظاهرا من میبینم که خیلی موفق نبودم، حداقل در خصوص جناب پروفسور درخشان، که فکر نمی کنم هایک رو خونده باشم. اگر خونده بودن حرف به من نمیزدن که آقا شما تقلید اونو میکنید. یک. اما یک بحث روشی هم اینجا هست. ببینید میفرمایند که اون مونپرلن سوسایتی، سوسیته دو مونپرلن، خب این یک اصطلاح، مونپرلن اصطلاح فرانسویه، قسمت فرانسوی سوئیس است، یه بخشیه که مونپرلن یه دهکده است. خب اونجا هایک بله درست فرمودن ایشون. هایک یه تعدادی رو از اقتصاددان ها، کسایی که اقتصاددان ها فقط نه، اهل علوم اجتماعی و فیلسوفان سیاسی رو دعوت میکنه اونجا که و میگه یه خطری وجود داره به دنبال اون ایده هایی که کینز مطرح کرده بود در مداخله دولت در اقتصاد، که این رو باید براش از نظر با فکری مقابله بکنه. حالا میفرمایند که این تأمین مالش رو سرمایه‌دارا پول داره کرد. فرض بکنیم که اینطوری، این دلیل میشه که حرفشون غلطه؟ اینطوری استدلال میشه کرد؟ بله، به خاطر چون... اینکه سرمایه‌دار پول نمیده مگه برای منافع خودش؟ خب برای من سوال فرمایید خب... جواب دادم. بله عرض میکنم. ببینید شومپیتر که میشناسید، جوزف شومپیتر خوب میشناسید؟ خوب میشناسید. خب هایک رو هم خیلی خوب میشناسم، کتاب‌هاش رو هم دیدم، نقدش رو هم کردم. شما فقط ترجمه میکنید، نقد باید بشن اینها. بله شو کتاب فریب بزرگ که من منتشر کردم، نقد هایک در اونجا هست. بله چشم، من میرم بخونم. ملاحظه بفرمایید. چشم، حتما. ببینید شوپیتر یه حرفی میزنه، یه نقدی، چهار دقیقه فرصت دید، یه نقدی به مارکسیستا وارد میکنه شوپیتر. نقدش اینه، میگه که مارکس یه اشکال بزرگ داره، خودش خیلی تحت تاثیر مارکس ها شومپیتر، و تجلیل میکنه اون رو به عنوان یه متفکر بزرگ. شومپیتر یه اهل علمه، آدم ایدئولوژیک نیست. میگه یه اشکال بزرگی داشت مارکس و اونم این بود که وقتی یه جایی میرسید که در استدلال کم میآورد، میگفت که این حرف که فلان اقتصاددان زده، مثلا ژان باتیست سیک این حرفو زده، حرفش غلطه. چرا غلطه؟ چون این طرفدار بورژوازی، چون اینو مثلا تأمین مالیشو
تاجرا میکنن. خب میگه که این که حرف درسته یا غلطه ربطی نداره که انگیزه زدن اون حرف چیه. ما که از انگیزه نمیتونیم داشته بخونیم، نیت خانی که نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم بگیم که این حرف درسته یا غلطه. خب جناب پروفسور درخشان میفرمایند که بنده لیبرالم و از لیبرالیسم دفاع میکنم، بعد درسته. خب لیبرالیسم هم مورد حمایت سرمایه داراست، الزاماً اینطوری نیست. خیلی از سرمایه دارها وقتی که به سرمایهشون بزرگ میشه مخالف بازار رقابتی هم. این تأکید اخطاری که آدام اسمیت میداد، میگفت که اصناف که دور هم جمع شدن دارن شام میخورن، قهوه میخورن، آبجو میخورن، حواستون باشه آینه دارن توطئه میکنن. آدام اسمیت داره این حرفو میزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه سرمایه دارا پول داره الزاماً طرفدار اقتصاد رقابتی نیستن. چرا؟ چون وقتی خودش به یه موقع بازار رو گرفته ترجیح میده رقیب نداشته باشه. اونا تا وقتی طرفدار با رقابتن، طرفدار بازار آزاد هستن که منافع خودشون برن تو بازی. وقتی که تو بازی بردن اومدن بالا، میخوان دیگه اون نردبون رو بندازن کسی نیاد بالا. خب این هم سرمایه داریه، برخلاف تصور جناب پروفسور درخشان. من با هر نوع سرمایه داری اصلا موافق نیستم. ایران، این هم حالا نظام اقتصادی رو میگم، نظام اقتصادی ایران سرمایه داریه اتفاقا، منتها سرمایه داری دولتیه، سرمایه داری رفاقتیه، کرانی کپیتالیزمه، سرمایه داری سیاسیه، سرمایه داری مافیاییه. من با همه اینا مخالفم. من با اقتصاد بازار آزاد رقابتی موافقم که اتفاقا همه سرمایه دارای بزرگ ما که الان هستند، که هیچ کدومشون هم شرکت های بزرگ، منظورم ها بنگاه های بزرگ بله. که هیچ کدومشون هم تو بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی ما بسیار ضعیفه، هیچی نیست بله. خب اینها به هیچ وجه حاضر به رقابت نیستن. تو صنعت خودرو ما رو نگاه کنی، صنعت خودرو ما به محض اینکه شما میگید که آقا یه ذره واردات آزاد بکنیم که رقابتی بشه بازار، همشون میگن آقا نه 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 اشتغال از بین میره، نمیدونم فلان میشه، جلوشو بگیریم، حمایت حمایت. خب شما از یه صنعتی که 50 سال حمایت کردید، خب حمایت رو از یه بچه نمیدونم یه ساله دو ساله میکنن راه رفتن یاد بگیره. بچه 50 ساله که دیگه نداریم که با. خب این یعنی اینکه همون سرمایه داری رفاقتی، سرمایه داری دولتی، سرمایه داری سیاسی، اینا اقتصاد بازار نیست، اینا بازار آزاد نیست، اینا لیبرالیسم نیست. و آقای دکتر درخشان، جناب پروفسور درخشان یه اتهاماتی میزنن که میگن که شما چرا به فکر خوشحال کردن نمیدونم میزس اینستیتیوت در آمریکا است؟ برای چه من اونا رو خوشحال کنم؟ چه یک دلیل عقلی بدید که من عقلم رو باختم، دیوانم یا مزدورم از یکی پول میگیرم که اینو باید نشون بدی که این نفر به من پول میده که این حرفا رو میزنم. دلیلی نداره که من به جای اینکه طرفداری از مردم خودمون کنم که گرسنن با این گرانی با این تورم نمیتونن زندگیشون رو تامین کنن، برم خوشحال بکنم اعضای نمیدونم مونپلان سوسایتی رو. یعنی چی؟ برای چی باید اینجوری باشه؟ برای چی باید من باید یه نمیدونم مؤسسه مالی آمریکایی، تاجر آمریکایی یا انگلیسی پشتیبانش کنه اونو بخوام خوشحال کنم؟ یه دلیل عقلی میتونید بدی؟ بفرمایید. فقط یه نکته رو بگم آقای دکتر، شما 13 دقیقه و 10 ثانیه صحبت کردید، مجموعاً با احتساب اون تایمی هم که دکتر درخشان در واقع در زمان شما صحبت کردن، حضرت عالی 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر صحبت کردین. مشکل نیست، همین تایم رو باز دکتر درخشان میتونن صحبت بکنن. و
من فقط یه نکته رو میخوام عرض بکنم. خودم شخصا خیلی استقبال میکنم از اینکه اتفاقا بحثا به مباحث بنیادین و ریشه‌ای‌تر برگرده، اما دوست دارم چون میدونم مخاطب عام هم امشب برنامه زیاد داره، تا جای ممکن ضمن در واقع حالا ابراز خرسندی خودم از اینجور مباحث به مباحث روز هم بیشتر پرداخته بشه، راهکارها هم از طرف هر دو بزرگوار ارائه بشه. و این رو هم خدمت بینندگان از عرض میکنم که فایل صوتی این برنامه و کلیپ هاشو هم در کانال ما در ایتا به نشانی @ جهان آرا افق تیوی، بدون هیچ نشانی و پیوند و پسوند خاصی، @ جهان آرا افق تیوی میتونید ببینید. آقای دکتر درخشان، زمان در اختیار حضرت عالی هستش. حالا جدا از اون اگر بگیم 5 دقیقه که قبول مبنا و معیار باشه، شما 2 دقیقه و 20 ثانیه تقریبا بیشتر فرصت دارید، در خدمت شما هستیم. از چه زمانی بیشتر فرصت؟ الان تقریبا برابر صحبت که این 2 دقیقه و 20 ثانیه آقای دکتر قنجاد بیشتر از شما صحبت کردن. شما الان 7 دقیقه و 20 ثانیه زمان دارید که بحث خودتون رو بفرمایید تا در ادامه. من 7 دقیقه و من بله من 7 دقیقه 60 7 دقیقه فرصت داشتم. الان بله الان نه. حالا میفهمید آقای دکتر قنی نژاد 2 دقیقه بیشتر صحبت کردن، آیا اون اضافه میشه به این 7 دقیقه من یا نه؟ ببینید من الان تلاش کردم این نکته هم خدمت شما عرض بکنم که همکار من لطف کردن زمان برنامه امشب رو استثنان افزایش دادن، فکر کنم حد اقل شما بفرمایید. بله 50 دقیقه یه ساعت بیشتر وقت داریم، برنامه شب 11 بیست تموم نمیشه، لذا الان شما اگر 7 دقیقه 30 ثانیه یا 20 ثانیه صحبت بکنید، بله از اون ورم ایشون همینقدر صحبت بکنن زمان برابر میشه. بفرمایید. چون شما نفر اول شروع کردید، در واقع دو بار شما صحبت کردید، برای غنی نژاد صحبت کردن، مجموعا الان غنی نژاد 2 دقیقه و 20 ثانیه بیشتر صحبت کردن تا الان. ولی برای اینکه نظم این گفتگو ادامه پیدا بکنه، اگر مثلا شما 7 دقیقه و نیم صحبت بکنید بهتره، بیشتر صحبت بکنید همون میزان رو. اگه 7 دقیقه و نیم من در رایزی داشته باشم بخ برابر میشیم. نه، تا الان 2 دقیقه و نیم مجموعا ایشون بیشتر صحبت کردن، یعنی 2 دقیقه و نیم شما الان بیشتر میتونید صحبت بکنید. حالا شما به جای 7 دقیقه 10 دقیقه هم صحبت کنید مشکلی نیست، همون میزان اضافه رو ایشون صحبت میکنن. شما بفرمایید من اعلام کنم مقدار اضافه، چون شما الان میفرمایید ما تقریبا مثل هم صحبت کردیم 22 3 دقیقه تقریبا هر بزرگوار صحبت کردیم تا الان. 2 دقیقه و 20 ثانیه آقای قینجوت بیشتر صحبت کرد مجموعا. حالا شما الان در واقع در دور جدید صحبتتون انجام بدید. جا داریم دیگه، چون بله 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 نیم ساعت میتونستیم. بله حالا بله حالا خب به هر حال خودتون وکیل هستید، هر جور شما بفرمایید. من برای نظمش بله. گفتم هفته شما که 10 دقیقه صحبت کنید همون زادیشون بله. بیشتر بله. فرض کنم جناب آقای دکتر میفرمان، البته منم علاقه داشتم راجع به همین مسائل، چون به من گفته بودید مسائل اقتصادی ایران. بله. ولی خب الان بحث رفت رو نظام اقتصادی ایران، ولی خوشحالم اینام خوبه، این بحثام خوبه. راجع به اینی که گفتید مسائل روز بپردازیم، اون هم در چارچوب همین عرایزم میپردازم. بله. نه اینکه فصل جدیدی رو باز کنم. بله. خب جناب آقای دکتر غنی نژاد میفرمان، من ایشون رو متهم کردم به جعل اصطلاحات، من جمله مصدقی های چپ و اون رشد راه رشد غیر سرمایه‌ای. بعدم اشاره میفرمان که مصدقی های چپ توسط یکی از اعضای احمق اون جریان مطرح شده. خب چرا شما باید اون رو مطرح کنید اصلا؟ هر کسی که هر حرفی زد که یک نفر معلم دانشگاه باید اون رو بسنجه، اگر درست بود باید مطرح کن. حالا اگه من اینو نمیگفتم، خب بینندگان فکر میکردن مصدقی های چپ واقعا یک نهله هستن، یک اندیشمندانی هستن. الان خب روشن شد الحمدلله. چیزی روشن نشد. ببخشید من بیامد. اون مصدقی های چپ همونایی بودن که اون اصل 44، 43، 44 و بخش اقتصادی قانون اساسی رو نوشتن. بله. که نقد شما اینی که از فقه معاملات در اون اصول خبری نیست. نقد من فقط اون نیست، نقد من ایجابیه. که من عرض کردم چرا چپ ها قانون اساسی اسلامی رو می‌نویسن؟ آخه نیستش اینطور، شما باید سند بیاری که چپ ها نوشتن. قانون اساسی رو می‌خواد گرد بیاری؟ نه دیگه، ببینید راجع به این که قانون اساسی، من قانون اساسی رو آورده شده. قانون اساسی خودشو آیا می‌خواید ما الباقی وقتمون رو در این صرف کنیم که قانون اساسی رو چپی‌ها نوشتن؟ بله من میگم، من ادعام اینه، من عرض میکنم پذیرشش بسیار مشکله، کتاب های زیادی نوشتن. خب برای شما مشکله ولی واقعیت خیلی خوب. اصلا بحث ما الان نظام اقتصادی ایران بوده، حالا اینکه شما یه بنی صدر رو پیدا کردید و یه بنی صدر نیست،
خب چند تا دیگه اسم بیاری؟ چند تا دیگه کجی چی اسم بیاری؟ که از همون چپی ها که قانون اساسی رو نوشتن تحت تأثیر اندیشه های چپی بودن. آها بفرم. خب چند تا اسم بیاری؟ بله عرض میکنم شما قانون اساسی رو اون شما که خوندید اونا بله بله بفرمایید چند نفرشو اسم بیاری؟ صورت مذاکراتشو دیدی؟ شما که دیدید؟ من دیدم. بفرمایید چه کسانی بودن که چپی بودن؟ اون قسمت اقتصادیش که مربوط میشه به این که عرض کردم آقای بنی صدر رو عمدتاً نوشتن با همکاری جناب دکتر بهشتی. جناب دکتر بهشتی تحت تاثیر اندیشه های چپ بوده؟ 100%. من در کتاب اینگونه فکر میکنید؟ من بله کتاب اقتصاد تو حضرت امام چی؟ که میفرمایید انقلاب اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بود. خب قشنگ بفرمایید. از چی میترسید؟ علی چی؟ خب لیبرال میگید از کسی نمیترسید. نمیترسم. آیا شما معتقدید که حضرت امام مرهم از چپی‌ها بوده؟ نه خیر. وقت چطور میگید انقلاب اسلامی مرهم از چپی‌ها؟ الان توضیح میدم. شما توجه نکردید من چی میگم. حضرت امام اتفاقا مملکت ایران رو نجات دادن از دست چپی‌ها. اگر حضرت امام نبودن اون با اون تفکری که در مقطع انقلاب در کشور ما حاکم شده بود توسط روشنفکرای چپ ما امثال بنی صدر و امثال نمیدونم طرفدارای دکتر شریعتی و غیره و ذالک درسته کشور ما تبدیل میشد به یک کامبوج دوم. امام خمینی جلوشو گرفتن. چرا؟ چون فقیه بودن میدونستن که اسلام نمیتونه با مالکیت خصوصی ما مخالف باشه. ببینید جناب نمیتونه حذف کنه. الان بین طرفین شده. آقای دکتر من تو زمان و حواسم هستش. جناب پروفسور درخشان من یک نصف کنم. بله بله من اینم نکترم خدمت تو شما عرض بکنم. دائما اینجا از کت از نمیدونم امام خمینی و مقام رهبری اینها نیارید. از خودتون حرف بزنید. از دیگران هزینه نکنید. من حرفایی که میزنم روشنه. من نگفتم که امام خمینی چپ بود. امام خمینی جلوی چپ ها وایستاد. خیلی اجازه میفرمایید؟ بله. ببینید بنده اینا رو مطرح نکردم. حضرت عالی مطرح کردی. نخستین بیان حضرت عالی این بود انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام تحت مرهم از مارکسیسم بوده. من هم چرفی نزدم. ای بابا اینجا نوشتم من. آخه اون حضرت امامشو من نگفتم. من از حضرت امام من از ببینید درست نقل قول کنید نه شما گفتید امام من از حضرت امام هزینه نمی کنم برای اینکه حرف خودم رو پیش ببرم من خود فرمایش شما رو نمیشتم من اجازه میدید برداشت شما ولی مخاطب عرض بکنم بله حالا اجازه بدید از این بحث من حکم نیستم ولی من برداشت این بود که شما صحبتتون این بود که در 1979 چون فضای چپ و کمونیست غالب 1957 منظور 1957 یا 1970 میلادی بله چون که فضای چپ غالب بود انقلاب اسلامی هم تحت تاثیر اندیشه چپ و مارکسیسم بود این برایش من از صحبت‌های شما بود بله. درست بله. برداشت کردم حالا من عرض منم این بود انقلاب اسلامی که به رهبری حضرت امام بود چطور میتونه متاثر از چپی ها باشه جز اینکه حضرت امام متاثر از چپی ها باشه آخه نمیشه این به لحاظ منطقی این نتیجه فرمایش ایشونه حالا میگید نه حضرت امام متاثر از چپی ها نبوده بلکه کشور را از دست چپی ها نجات داده بله یعنی به سمت سرمایه‌داری برده نه و به سمت چی برده به سمت هیچی نبرده جناب ببینید به سمت چی برده میخوایم راجع به امام خمینی صحبت کنیم یه جلسه بذارید راجع به اون صحبت کنیم آخه این بحث شما مطرح میکنید بعد میگید من مطرح نکردم من کی از امام خمینی من فکر کنم درخشان باز من برای شما عرض کنم اینو میفرمایند که در واقع ادامه صحبت شما این هستش که چون شما انقلاب اسلامی رو ملهم از اندیشه چپ میدانید بالاخره ماهیت اسلامی براش قائل نیستید و چون رهبری اون هم مثلا امام خمینی بودن یعنی امام هم تحت تاثیر چپ بخش اقتصادیش از کردن بخش اقتصادیش حالا بس یعنی این همچین برداشتی دکتر درخشان دارن حالا بخش اقتصادی قانون اساسی رو امام خمینی که ننوشتن که دکتر بهشتی و بنی صدر نوشته. شما میگید ملهم از اندیشه چپ بودن. بله شریعتی بهشتی و شما برید اون صورت مذاکرات خبرگان اول بخونید میبینید اجازه بفرمایید آخه منم وقت منم داره گرفته میشه. البته من حواسم به زمان شما هست دکتر. یعنی تا الان 7 دقیقه گذشته ولی حداقل 4 دقیقش آقای غنی‌نژاد صحبت کرده. اب نداره اینو بگید نصفش به ایشون نصفش به. حالا یه دقیقه به کجا میخوره؟ عرض کنم حضورتون حضور مبارک شما این است که شما میفرمایید حضرت امام چون راجع به نظام کشور میخواین صحبت کنید میفرمایید حضرت امام
کشور رو از دست چپی ها نجات داد. بله. نذاشت اینجا هم سوسیالیستی بشه و کمونیستی بشه. خب میگم به چه سمتی برد؟ میگید به سمتی هیچی نبود. بعد حالا میگید میخواید باید بحث بشیم راجع به امام خمینی؟ آخه به سمتی هیچی نبرد؟ آخه یعنی چی یک آدم که معتقده به این که راجع به مسائل کشور داره فکر میکنه آیا به راحتی بپذیریم که حضرت امام کشور به سمتی هیچی نبرد؟ ولی من میگم به چه سمتی برد؟ شما میگید به سمتی هیچی نبرد؟ من میگم به چه سمتی؟ من نگفتم به سمتی هیچی نبرد. من توضیح میدم. شما میگید که به سمت چپی ها برد؟ نه. به سمت سرمایه داری؟ نه. شما گفتید به سمت سرمایه داری برد؟ گفتید. من گفتم نه. به سمت هیچی نبرد. به سمت هیچی نبرد. حالا من میگم برد. به سمت هیچی برده. حالا من قول خودشون میگم. که به سمت چی برده. بفرمید. ایشون اینجور میفرمان. ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی‌اند به خوبی دریافتند که مبارزه یعنی مطلق مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنانی که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد. آنان که مدعی هستند بر کوشش در راه آزادی و حمایت از مستضعفین با سرمایه داری منافات ندارد. ایشون می‌فرماید اینان با الفبای مبارزه بیگانه هستند. اصلا نمی‌فهمند مبارزه یعنی چی. الان من اگر از شما بپرسم شما مفهوم انقلاب اسلامی رو قبول دارید؟ شما نمیتونید بگید بله به خاطر اینکه انقلاب با لیبرالیسم منافات داره. اما شما پنهان میکنید. و بعد میگید ما لیبرال هستیم. من هیچی پنهان نمیکنم. آیا انقلاب رو قبول داری؟ یعنی چی؟ انقلاب که نظام شاهنشاهی رفت، نظام اسلامی آمد. آه. الان با غرب ما باید بجنگیم؟ نه. در رأسش اینو قبول نداری. نه. اینو انقلاب نمیدونی. یعنی چی؟ من میگم که قبول ندارید که حضرت امام میگفت آمریکا شیطان بزرگ است باید با این شما جنگی. شما میخواهید اینجا نشون بدید که من مخالف حضرت امام هستم. آره دیگه خودتون دارید میگید. خب چه کمکی به این بحث میکنه؟ هیچی بحثید که شما آغاز کردید. شما آغاز کردید. من اسم از امام خمینی بردم. شما مطرحش کردید. حالا نمیخواد من میگم از ایشون مایه از خودتون مایه بذارید. چرا امام از این نمیکنه؟ ببینید این استدلال ها دیگه کاملا جا افتاده است. همه میدونن عزیز من لیبرالیست با انقلاب مخالفه. بله مخالفه. خیلی خوب. لیبرالیست به معنی آزادی آنچه اگه از من بپرسید یعنی چی میگم آزادی از خدا از دین. از خودم هم نیست. نیچه میگه لیبرال های بزرگ دارن میگن. نیچه لیبرال نیست. نیچه اند لیبرالیسمه نیست. که میشه نه. شما پس فلسفه رو درست نخوندید. اون فلسفه رو که شما خوندید فریبکاری بوده. هیچ جا هیچ فیلسوف تاریخ مورخ فلسفه نیچه رو لیبرال نمیدونه. نیچه الهام بخش انقلاب نیچه الهام بخش فاشیسم نازیسم در آلمانه. چطور میتونه لیبرال باشه؟ لیبرالیسم نهلیسم یا نهلیسم فرهنگی نهلیسم سیاسی که دست آوردهای فریدریش نیچه است این اند لیبرالیسم نیست. خب باید به موقع با هم بحث رو در تو با نیچه بزنیم. من در این مقاله نوشتم تحت عنوان لیبرالیسم منشأ چپاول و منشأ دزدی و چپاول که در اونجا نشون دادم بانک ها با همین نقاب لیبرالیست دارن ملت رو میچاپن. در اونجا راجع به نیچه صحبت کرد. تشریف ببرید اونو مطالعه کنید. بله. عرض کنم جان استوارت میل که بزرگترین فیلسوف لیبراله قبول دارید این رو؟ بله. ایشون ضد خدا و پیغمبر خداست. میگید نه؟ باشه. خب با دین مخالفه. باشه. به من چه؟
میگم این که شما دفاع میکنی که من لیبرالم، بله. فراموش نکن که رئیس الوزرای لیبرالیسم که جان استوارت میل فیلسوف بزرگ قرن 19 بوده، آته بوده، ایشون مخالف دین بوده، مخالف دین بود. خب شما هم مورد اکتون میشناسید؟ نه اجازه بدید، نه اجازه بدید من صحبت کنم دیگه، نمیذارید دیگه، بفرمایید. همون قاعده قبلی بهتر بود. شما این بحث رو بین چی کردید؟ ببینید راسل رو میدونید؟ بله. لیبرال بوده؟ بله. شما دارید میپرسید از من؟ نه نه، حالا من اینجوری میگم چش. خب من بعدن جواب بدم. نه. شما حرفتون رو بزنید. حالا اینو بگید، راسل رو قبول دارید به عنوان لیبرال؟ نه. نه راسل چپه. حالا چپه راسل چپ. بله. از اون چپایی که دیگران براتون تعریف کرد. نه خیر، خودش بخونید. میگه. حالا بخونید. اگر راسل خوندید خودش نوشته چپم. خودش میگه سوسیالیست. راسل از فریبکاران بزرگ، از فلاسفه فریبکار بزرگ. راسل میدونه هر چی از چپه، میدونم لیبرال نیست. پدر راسل، بله، که اون جزو لیبرال ها بود دیگه، بود که بود. ببین دیگه، اجازه بدید من صحبت کنم. بفرمایید. بفرمایید. جد راسل کی بود؟ نگه از شما سوال نمی کنم، خودم میگم. جد راسل نخست وزیر ملکه ویکتوریا. پدر راسل کی بود؟ همونی است، از ثروتمندان بزرگ بود. پدر راسل برای تربیت اینا بچه‌ها، چون ثروتمند بودن، معلم خصوصی داشتن، میومد خونه درس میداد. هنوزم در انگلستان رایجه اونا که خیلی ثروتمند. همسر راسل که زن شرعیش بود، به اسم عقدش بود، تو کلیسا عقد کرده بودن، همسر راسل از معلم سرخونه فرزندانش خوشش اومد. اینا من همه رو نوشتم، هم در کتاب فریب بزرگ نوشتم، هم در اون مقاله لیبرالیسم منشأ فساد و چپاول. خوشش آمد، اومد به شوهرش گفت آیا اجازه میدید من با این آقا رابطه نامشروع داشته باشم؟ پدرش گفت البته میتونی. و اینا رابطه مشروع داشتن، نامشروع داشتن، و شوهرش هم میدونست. این پدر راسل بود. اکنون لیبرال ها و نویسندگانی که معتقد به لیبرالیسم هستند میگن پدر راسل جلوتر بوده از زمان خودش، در لیبرالیسم اونقدر جلو بوده که اون موقع اجازه داده بود همسر رسمی خودش با یک شخص غریبه تو خونه خودش روابط را مشهور داشته باشه. همین پدر آمد جان استوارت میل رو صدا کرد، گفت این راسل، برتراند رو، برتراند راسل، هم فرزند منو گادفادرش میشی؟ گادفادر یعنی این که دیگه مثل پدرخوانده‌ای که تا آخر مواظب این بچه باشه، در آموزشش، پرورشش، بعد از فوت پدر، هر چی. جان استوارت گفت بله. گفت ولی یه شرط داره. گفت چیست شرطه؟ گفت این برتراند راسل رو بیدین تربیت باید بکنی. این لیبرالیسمه که شما میگید آزادی در اندیشه. این بچه خودش رو داد به جان استوارت میل، گفت اینو بیدین تربیت کن، این با اصول لیبرالیسم سازگاره. آخه این درسته؟ لیبرالیسم یک فریب بزرگه که همکنون دنیا رو فریب داده. لیبرالیسم اگر به من بگید یعنی چی، میگم لیبرالیسم بندگی خداست، یعنی انسان بندشه، انسان بردشه، برده خدا. لیبرالیسم بندگی خدا یا شیطان؟ نه، به نظر شما لیبرالیسم نه، آزادی یعنی چی؟ از دید من آزادی یعنی بنده خدا. آزادی امام درست. حسین علیه السلام درست. اوج سمبول آزادی بود، چون بنده خدا بود. نه. انبیا همشون بنده خدا بودن. درست. حضرت عیسی مسیح، حضرت موسی، همه اینها مظاهر لیبرالیسم هم. نه اندیشه های جان استوارت میل که بچه اونو گرفته میگه به شرطی تربیتش کن که بی خدا بشه. نه. بنابراین حضرت امام اینجور میفرمان. حالا من میگم شما چه تعریفی از لیبرالیسم داری قربونتون؟ آیا میخواین پیروی کنید از جان استوارت میل؟ آیدنتیفای بشید با اوشون؟ قطعا نه. پس چرا این راه اونا رو میرید؟ حضرت امام اینجور میفرما،
که شما گفتید حضرت امام کشور رو نظام رو به هیچ سمت نبرد، گفتم به سمتی برد که الان من میگم. حضرت امام میفرماید آنان که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند. و مثل شما که الان میفرمایید من انقلاب رو نمیپذیرم، انقلاب با لیبرالیسم سازگاری نداره، انقلاب معلومه با سرمایه‌داری سازگاری داره، چون انقلاب واقعی میخواد اساس این نظام سرمایه‌داری رو به هم بریزه. و آنان که تصور میکنن، فرمایش امام، سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشوند و با همین نصیحت ها به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا آنان را کمک می کنند، آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، این دوگانه ها رو داریم میگه، دوگانه یا حالا به لسان خودم رفاه، مبارزه و سرمایه، قیام و راحت طلب، دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمی شوند و تنها آنانی تا آخر خط با ما هستند، یعنی تو خط امامند، که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. ببینید حضرت امام ما رو به این سمت برد، نظام رو گفت به این سمت، شماها هستید که مانع میشید که نظام به این سمت بره. کدوم سمت؟ به همین سمت که آقا میفرما. چی آخه؟ من گفتم دیگه، دوباره بخونم. چی آخه؟ بگید دیگه. خواهش میکنم. پس اجازه بدید. نه دو مرتبه میخوام دو مرتبه شما خلاصه کنید بگید که چیه. حالا من برمیگردم به صحبت های شما. ببینید شما فرمودید که من شما رو متهم کردم به جعل اصطلاحات. من یه نکته به شما بگم، ای کاش شما بعد کتابی در آوردید، سه تا کتاب در آوردید بالای حزب توده و اینا، گفتید ببین اینا رو نوشتن، پس من جهل نکردم. عرض من این است که جناب آقای دکتر غنی نژاد، ای کاش خودتون جهل کرده بودید. چرا؟ برای اینکه حداقل راجبش تأملی میکردید، تا اینکه صرفا برید بگید این کتاب رو در آوردید ولی یه آدم فاسد کمونیست حزب توده میگید نگاه کن نوشته. آخه این که بدتر از گناه شد که. جناب دکتر، شخصیت برخی افراد شخصیت آخرین کسی است که ملاقات میکنم، یعنی اینقدر سست اندیشه هاشون که با هر کسی ملاقات میکنن شخصیت او رو به خودشون میگیره. شخصیت برخی ها هم آخرین کتاب هایی است که مطالعه میکنن، از خودشون اراده ای ندارن. شما برداشتید جزوه های حزب توده قرمانشاه رو یا یکی دو سال بعد از انقلاب رو آوردید، میگید ببینید اینا گفتن. شما باید اینا رو یعنی من جهل نکردم دیگه. عرض میکنم ای کار شما جهل کرده بودی، یعنی چیزی رو که پس شما اشتباه گفتید که جهل کردم. حداقل پس حالا خودم رو اصلاح میکنم، میگم شما کورکورانه. پس نگید من جهل کردم. بدتر از اونه حالا. خب چون میگم کورکورانه حرف یک توده‌ای نادان احمق وطن فروش رو که نوکری میکرد هستید به کمونیست شوروی، خب این رو آوردید نشون من میدید به عنوان سند. بله. سند چی؟ سند نوشتن اون قانون اساسی. ای وای من. بله. نکته دوم. بله. خداوند متعال هممون رو به راه راست هدایت کنه. اول من رو البته. بله. نکته دوم. شما میفرمایید عرض کنم حضور مبارکتون، شما میفرمایید من مقلد هایک نیستم، من لیبرالم و لیبرال یعنی کسی که مقلد کسی نباشه. بله. اینو میفرمایید. بله. خب تعریف جدیدی است.
لیبر. دو دقیقه فرصت دارید. حتی بیشتر سوال کنید به وقت آقای قنیجاد اضافه بشید. نداری جونم. بفرمایید. بنابراین اون وقت من سوال میکنم. میگم چگونه مقلده ها یک نیستید و حال آنکه سه مجلد از کتاب او رو ترجمه کردید. یعنی اینقدر شیفته و دلباخته هایک هستی که سه مجلد از کتابش رو ترجمه کردی. یعنی یک کتابش رو که در سه مجلد بوده ترجمه کردید بدون اینکه نقد کنید. لیبرال به معنی اسلامی کلمه، یعنی به معنی اینکه من از آن روز که در بند تو هم آزادم. سعدی اینو میگه، میگه من از آن روز که در بند خدای متعال هستم آزادم، نه از آن روز که در بند نفس خودم هم. آخه کسی که بگه من مقلد، لیبرالیسم هم اینو میگه. بله؟ لیبرالیسم هم همینو میگه. میگه اگه من در بند خدا بودم آزادم. بله. بله. کینز هم همینه میگه. بله. کینز نمیگه. یا استوارت میل هم همینه میگه. نه. اینا که مخالف خدا. من میگم دیگه فرصت بشه و توضیح میدم. سر فرصت توضیح میدم. ببینید من از شما خواهش نمیخوام وسط حرف شما. نخیر. حالا که فرمودی وسط حرف ما هم اومدی. من از شما یه خواهشی میکنم. بله. بفرمایید. در این که لیبرالیسم معتقد به خداوند متعال، بله، معتقد به ادیان الهی است و بندگی خداوند متعال و ادیان الهی رو آزادی میداند. بله. یه مقاله بنویسید. من میام دست شما رو میبوسم. باش. به شرط اینکه نه بفهمم فریبکاری توش نیست. نه. یعنی مستنده. بله. چشم. شما میفرمایید حالا سوال من اینه که یک لیبرال باید نقد کنه. شما سه مجلد کتاب چاپ کردید از هایک که مجلد دومش اصلا عنوانش اینه عدالت به مثابه سراب، عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی به مثابه سراب. بله. آیا این نقد نداره؟ واقعا عدالت اجتماعی سرابه؟ به نظر شما چیه؟ سرابه؟ بله. سرابه؟ بله. خب شما پس دیگه بی خود نیست که من میگم شما پیروه های یکی دیگه. نه نیستم. حالا میگی نه نیستم. خب حالا به این بحث شما در زمان خودتون توضیح بدین دکتر قنی‌نژاد. آیه درخشان شما تا الان راجع به اون قسمت نزدیک در واقع 8 دقیقه تقریبا صحبت کردن، 7 دقیقه 40 ثانیه، چون دو بزرگوار یه مقدار بحث و مدل در واقع وارد بحثم نشون یه مقدار سخت شد محاسبه شما. من تمام تلاشمو کردم. حالا شما بحثتون هر جا پایان بدید من معادلش زمانم با دکتر قنی‌نژاد هر کاری دوستایی بکنید. یعنی شما نکته دیگه ندارید؟ چرا دارم؟ یعنی موافقید که الان بحثو متوقف کنیم تو اینجا؟ من فقط از آقای دکتر قنی‌نژاد خواهش میکنم یه کمی لیبرالیسم و دنیای فلسفه لیبرالیسم به ویژه کلاسیکال لیبرالیسم رو، من معتقد به این نئولیبرالیسم و اینام نیستم، اینام اصطلاحات فریبکارانه است. اینا همه لیبرالیسم دیگه، همون لیبرالیسم کلاسیک. اینا هی میخوان یا مثل سبزیه که در حال فاسد شدن هی آب میپاچن روش، گونی پهن میکنن روش که اینو تازه نگه داره. ببینید من توصیه میکنم که حالا اگر مطالعه نکردن که فکر نکنم مطالعه کرده باشن چون اصلاش در ایران اصلا نیست. ببینید کینز رفت به برلین و با فون میزز در دو کنفرانس مناظره داشت و این شاید نخستین تقابل دو نفر بود که هر دو میگفتن ما لیبرالیم، اما یکی معتقد به دخالت دولت بود به نام کینز و یکی نبود. ببینید این چطور این دوتا رو میشه جمع کرد و هر دو رو تحت عنوان لیبرال معرفی کرد؟ مگر بگیم که نه کینز لیبرال نبوده. خودش که میگه هستم، خودش میگه من لیبرالم، عضو حزب لیبرالم بود اولا، بعد حزبش رو تغییر داد، آخرش هم گفت من لیبرالم. این یه نکته. کینز با همین هایی که شما در مدرسه اقتصاد لندن چندین جلسه مباحثه داشت. این مباحثات به فارسی ترجمه نشده. بله. ای کاش این مباحثات به زبان فارسی ترجمه بشه و شما که اینقدر شارح اندیشه های هایکید
حداقل ببینید کیس چگونه هایک رو نقد میکرد. حداقل از خودتون یه چیزی نشون بدید، بگید من هم بلدم نقد کنم. همش شارع اندیشه‌های این اون نباشید. و فراموش نکنیم کینز برای اینکه بتونه دخالت دولت رو توجیه کنه در بستر لیبرالیسم، بزرگترین جنایت رو به تاریخ بشر کرد و اون این بود که گفت من با ارزش‌ها مخالفم، همونطور که لیبرال‌ها مخالف ارزش‌ها. حالا ایشون میگه نه خیر، خدا و پیغمبر خدا رو میپسندن میپذیرن. بابا جان افکار رئیس اینا که جان استوارت میداره نگاه کنید دیگه. همین بتران راسل از بچگی گرفت زیر بال و پر خودش که اینو بیدین تربیت کنه، حالا میگه تو خدا رو میپرستن. بنابراین و این بزرگترین ضربه ای بود که کین زد، فقط برای اینکه دخالت دولت رو توجیه کنه. قطعا من مخالف دخالت دولتی هستم که کینز توجیه کردشه، اما کینز دولت سرمایه‌داری رو موجه، دخالت دولت سرمایه‌داری رو موجه کرد، نه دولت دیگه ای که ما الان در کشورمون باش مواجهیم که کاملا بر اساس اصول اسلام قانون اساسیش نوشته شده، نه بر اساس مارکسیسم. بر اساس اصول اسلام تا حالا مدیریت شده، اگر خلافی درش دیده شده و به بحران‌هایی بردند، حاصل همین کار لیبرال هاست. امثال شما ها هی تبلیغ تو کردی، تبلیغ کردی، یه ده شک کردن که اصلا اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم. اینا رو بدیهیات شک میکنن، رو عدالت شک میکنن. میگه عدالت اجتماعی به معنی سراب. اینا شما ترجمه میکنید، خب قربونتون اگه میخواید برای معرفی اندیشه‌های کسی باشی، خب اون نقدش هم بکنید. بله. از این نظر حالا میفرمایید راجع به مسائل روز اگه خواستید بحث میکنید. اجازه بفرمایید دکتر رخشان، الان شما مجموعاً 11 دقیقه و 10 ثانیه بیشتر صحبت کردید از آقای دکتر غنی نژاد. شما 11 دقیقه و 10 ثانیه صحبت کنید، برابر میشه بعد بحث‌های روز و راهکارا رو هم بیان بفرمایید. در خدمت شما هستیم. بله جناب پروفسور درخشان، اون چیزایی که راجع به لیبرالیسم میگن اصلا درست نیست، یعنی نشون میده که مطالعه عمیقی در این خصوص ندارن. نیچه رو میگن لیبرال، برتران راسل میگن لیبرال. با برتران راسل لیبرال نیست، منتقد لیبرالیسم بود. برتران راسل چپه، خودش میگه چپم. اما در خصوص اینکه ریشه لیبرالیسم چیه، من گفتم ببین بعضی لیبرال ها به خدا اعتقاد دارن، بعضی ها ندارن. یکی از بزرگترین برجسته ترین نمایندگان لیبرالیسم در قرن بیستم لرد اکتون انگلیسی. خب نوشته هاشو بخونه. لرد اکتون یک شخصیت برجسته کاتولیکه. لورد اکتون یک شخصیت متعبد مؤمن مسیحیه و از منظر مسیحیت لیبرالیسم رو مطرح میکنه و دفاع میکنه ازش، و به نظر من درستم مطرح میکنه. ببینید میگه که آقای جناب پروفسور درخشان فرمودن از سعدی که آزادی کسی که طرفدار آزادیه بنده خداست. لیبرالیسم هم همینه. لیبرالیسم میگه که انسان فقط باید بنده خدا باشه، نه بنده انسانهای دیگر. نقد قول از کی میکنی؟ خودم میگم. سندش خودتونی؟ چی؟ سند این جملتون خودتونی؟ سند چی؟ لیبرالیسم میگه انسان ها باید بنده خدا باشن؟ بله. خودتونی؟ بله. کسی دیگه نگفته این حرفو؟ لرد اکتون هم گفته، خیلی از لیبرال هم گفتن، حتی تمام فیلسوفای لیبرال مثل کانت که معتقد مؤمن مسیحی هم هستن همین حرفو میزنن. اگر کانت رو خونده باشید اینطوریه. کانت معتقد مؤمن مسیحیه، ولی معتقده که انسان نباید بنده انسان دیگر باشه، اون میشه استبداد. انسان باید تنها بنده خدا باشه و تابع قواعد کلی باشه که جامعه رو شکل میده، نظم ایجاد میکنه. و آزادی اونجا معنی داره، آزادی در جامعه معنی داره،
که اراده هیچ کس بر کس دیگری غلبه نکنه، حکومت نکنه، یعنی حکومت بر اساس اراده کسی نباشه، بر اساس قوانینی باشه که همه تابع اون قانون هستن. حتی اراده قوی بر ضعیف؟ بله. خب چطور میشه تحمیل اراده؟ شما هستی که متوجه نشدید من چی میگم. گرگو بندازید با گوسفند. بله. خب این یعنی من کی گفتم اینو؟ خب گرگ یعنی اون سرمایه دارانی که قدرت سیاسی و اقتصادی دارن. شما مدعی هستید اینطوری نیست. نیستن؟ نه. راکفلر اینطوری نیست. چی هست؟ خود سرمایه‌داری نیست که نفوذ سیاسی داشته باشه. داشته باشه. میشه سرمایه‌داری سیاسی دیگه، من قبولش ندارم. آیا این نمیتونه خودش رو حاکم کنه بر نظر اونایی که این قدرت رو ندارن؟ خب حاکم میکنن دیگه. خب بکنن، لیبرالیسم ربطی نداره. لیبرالیسم یعنی این که نکنن. مفهوم میدهید در کره مریخ؟ نه خیر، من لیبرالیسم فیلسوفای لیبرال اینو میگم. خب با بتران کانتی نمیگه که جان استوارت که رئیس من نیست. جان استوارت شما معتقدید استوارت میل بزرگترین فیلسوف لیبرالیسم کلاسیکا؟ نه نیست. یکی از اوناست. بزرگترین نیست. بزرگترینش کیه از نظر شما دکتر؟ بزرگترینش از نظر شما کیه؟ بزرگترین فیلسوف لیبرال کانته. کانت فیلسوفی است که مؤمن مسیحی. در واقع نگاه واحد توش وجود داره. مؤمن مسیحی. ببینید اصلا بحث حکومت قانون که در دنیای مدرن مطرح شد و اقتصاد بازار هم تحت در چارچوب اون معنی داره، خب الهام بخش حکومت قانون اصل توحید هست در ادیان ابراهیمی، یهود، مسیحیت، اسلام. انشاءالله لزوما لیبرالیسم رو توحید. ببینید توحید یعنی چی؟ توحید یعنی اینکه فقط خدا رو میپرستی، بنده خدا رو نباید بپرستی، این شرک. یعنی شما لزوما لیبرالیسم رو در تقابل با توحید نمیدونید، همخوان هم میدونید. لیبرالیسم مفهوم مخالف بندگیه. بندگی یعنی چی؟ بندگی یعنی که یک نفر هم نوع خودش رو بپرسته، بل. هم نوع خودش رو خیلی به عرش اعلا ببره. نه، همه انسان ها برابرن. درسته؟ لیبرالیسم اینه. حالا یه لیبرالی ممکنه مؤمن مسیحی باشه، که اغلب فیلسوفای لیبرال اینطوری بودن، مؤمن مسیحی بودن. خب بعضی ها ممکن نباشن. جان استوارت میل برجسته ترین نماینده لیبرالیسم اصلا نیست. عجیب. بله. و بتران راسل اصلا لیبرال نیست. بله. حالا این بس به نظرم خب اینا باید روشن بشه دیگه. اینا باید روشن بشه. بعد اینا میام میگن که جمله میگه کوچولو. بله 20 ثانیه‌ای بله 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 من زمان ببینید قانون گذاران تحت نفوذ همون سرمایه داران، صاحبان قدرت اقتصادی و صاحبان قدرت سیاسی. شعاره. بله. الان نمایندگان مجلس ما رو داره، خیلی از نمایندگان مجلس خودمون در جمهوری اسلامی تحت نفوذ همین خودروسازان و نمیدونم کیان و صاحبان قدرت اقتصادی هست. خب چرا اینطوریه؟ چون لیبرالیسم در حاکم نیست در جامعه ما. به خاطر لیبرالیسم حکومت قانونه. حکومت قانون حاکم نیست در جامعه ما. حکومت قانون همینا دارن مینویسن. خب اشتباه میکنن، نباید بنویسن اونا. اونا شایستگی نوشتن اون قانون رو ندارن. انتخاب شدن توسط انتخابات. خب و تبلیغات. نه تبلیغاتو کی میده؟ نه اون انتخاباتم انتخابات درستی نبوده، تبلیغاتم تبلیغات درستی نیست. من اینا رو قبول ندارم. خیلی خوب. بله شما بفرمایید چی رو قبول دارید پس؟ من لیبرالیسم آزادی رو قبول دارم. و نمیدونید آزادی یعنی چی؟ چرا حکومت قانون. قانون رو اینا می‌نویسن. خب قانون اینا، آیا این قانون رو از کلام خدا درآوردن؟ ما معتقده به قانونی، قانون الهی. شما اشکال شما میدونید چیه؟ نمیدونید حکومت قانون یعنی چی. حکومت قانون چه؟ نیست که یه قانون بنویسم. حکومت قانون اینه که همه تابع قواعد کلی باشن، همه شمول و شامل همه میشه. در جمهوری اسلامی ما متاسفانه حکومت قانون حاکم نیست. حکومت شما نگید که من اینه که قانون رو قانونگذارانی در آمریکا دارن مینویسن. اشتباه میکنید. خب اون اشتباه میکنم. نه شما اشتباه میکنید. شما نظام آمریکا رو قبول ندارید. نه معلومه که قبول دارم. قبول دارم. بله قبول دارم. در چه چارچوبی؟ تا اونجایی که تابع اون حاکمیت قانون هستن. قانون رو کی می‌نویسه؟ قانون رو کسی نمی‌نویسه عزیز من. حاکم حکومت از خدا میگیرن قانونشون، از دین مسیحیت گرفتن.
شما باید یه مقدار فلسفه سیاسی بخونید تا بدونید که قانون کی می‌نویسه. کی می‌نویسه قانون؟ هیچ کس نمی‌نویسه. قانون رو انسان‌ها بهش می‌رسن. بله، بر حسب عرف فلسفه قرون وسطا رو می‌گن. جل نمی‌شه، کشف میشه. بله، 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 قانون همین که اگر آقای جناب پروفسور درخشان هایی که خونده بودن، هایی اونجا توضیح میده که قانون از کجا میاد؟ فریبکاریه. قانون از کجا؟ شما نخوندید آخه میگه فریبکاریه. هایک فریبکاره. هایک چی میگه راجع به قانون؟ شما میدونید؟ قانون. هایک چی میگه راجع به قانون؟ قانونی که قانونگذاران در یک فضای باز نه هایک اینو نمیگه. انتخاب میشن؟ نه. و رو عقل سلیم خودشون هایک قانون وضع میکنن. هایک اون سه جلدی که من ترجمه کردم اونجا هم چه حرفی نزده. آیا اینو نگفت؟ آیا شما نخوندید آیا هایک شما که خوندید ترجمه کردید؟ بله. آیا هایک میگه قانون رو از دین مسیحیت بگیرید؟ نه. میگه از کجا کشف کنید؟ بله. خب باید بخونید دیگه. من توضیح میدم الان. شما فهمید بشری منشأش منشأ در واقع اگر بشریه اگر بشری بشر تحت نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی است الا مؤمنان بعد چه شعار بدید؟ این شعار بحث علمی اینطوری نیستش دیگه. بحث علم بابا جون شما راجع به میخواهید حکومت قانون حرف بزنید. چرچیل میگفت یه مقدار باید برید فلسفه حقوق بخونید. چرچیل میگفت قانون گفت هر انسانی قیمت داره، قیمتشون متفاوت، همه رو میشه خرید. بس بکنم. خب چرچیل چیکار دارم من؟ مبنای تر از اونی شد که فکر کردیم. والا رهبران نظام های لیبرال خب همین اون دیگه. من اصلا نه چرچیل قبول دارم. من یه نقطه ناصل قبول دارم. شما کی دارید ارجاع میدید؟ فقط هایک رو قبول دارید. من خودم رو قبول دارم. هایک رو قبول داری؟ نه هایک رو تا حدودی که حرف درست بزنه قبول دارم. حدودش چقدره؟ چه حرف غلطی زده؟ بعضی وقتا حرفای غلط زده. بگو ببینم هایک چه حرف غلطی زده. شما هایک که خوندید؟ آقا من باید بگم شما که تشا میگید یه نقد به هایک بکنید. شما که هایک رو ترجمه کردید میگه تا حدودی قبول دارم. اون حدودش که قبول ندارید بگید. خب بله. ببینید هایک اگر شما هایک رو خونده باشید متوجه میشید که هایک از نوع یوتیلیتاریانیسم فایده گرایی به شدت انتقاد میکنه. میدونستید اینو؟ میدونستید؟ هایک به شدت از فایده گرایی انتقاد میکنه. میگه فایده گرایی زمانی که آزادی رو نابود میکنه. زمانی که هایک اینا رو گفته فایده گرایی به اصطلاح دوران تاریخیش تمام شده بود. نه خیر. الان هم هست فایده گرایی. بله تو اقتصاد خورده کلان داری. خب گوش بدید. بر اساس لیبرالیسم اینا. بله من دارم توضیح میدم. بفرم. بله. حالا چه نقدی بر هایک داری؟ نقد من بر هایک اینه که علارغم اینکه فایده گرایی رو نقد میکنه در نهایت طوری استدلال میکنه که یک جایی تأییدی بر فایده گرایی اجتماعی میشه. این یه تناقضه. خب تو هایک هست. ریشه این تناقض در کجاست؟ اونه دیگه شما باید بلد باشید. هایک که بخونید من براتون توضیح بدم. شما نخوندید. میگید میگید شما میگه دوچار تناقض شده. میگه ریشه این تناقض در کجا؟ 95% حرفای هایک درسته، 5% غلطه. شما بگید 5% میگه من توضیح میدم. شما بگید که اون 5% کافی نیست. اجازه دارم یه جسارتی بکنم در بین کلام هر دو استاد عزیز. شما بخواهید که راجع به هایک بحث کنیم، یه جلسه بذاریم راجع به هایک بحث کنیم، منتها قبلا برید کتابشو بخونید. اون چیزایی که الان راجع به هایک شما گفتید من متوجه شدم که هیچی ازش نگفتم. مثلا چی گفتم؟ همه حرفا رو که گفت. همه حرفایی که گفتی که لیبرالیسم من اینه. نقد هایکو نمیشم. خب نوشته باشه. شما که خوندید و بله. ترجمه کردید خب دو صفحه در نقدش نوشتید. خب بگید نقدش چیه؟ من نقدش رو نمیشم تو کتاب فریب بزرگ. بگید بخونید. بگید چیه؟ میگم نوشتم تو فریب بزرگ. بگید اینجا بگید. شما اینجا نوشتید شما نقدش رو به من بگید من برم بخونم. انتقاد خودم رو که تو بحث فایده گرایی گفتم شما هم بگید که چه نقدی به هایک دارید. مهمترین نقد هایک بله. این است که دیدگاهش ماتریالیستیه. اصلا نیست. الهیه. ماتریالیسم در مقابل الهی نیست. قطعا در مقابل همه. نه خیر. ماتریالیسم در برابر ایدئالیسمه. خب شما فلسفه سیاسی نخوندید عزیز من. خودش شما فلسفه سیاسی بلد نیستید عزیز من. شما راجع به چیزی حرف میزنید که نمیدونید. شما همه چیز میخواید در مقابل دین قرار بدید. اینطوری نیست. اینطوری نیست. ما دو چیز داریم. بله. کفر است و ایمان. خب کشورهام دو جورن. اینا شعاره.
جو این بحث جو نیست و سلطه پذیر اینا بحث من این نکته رو اینا شعاره نمیبینید آمریکا چه بلای سر دنیا داره میاره شعاره بله شعاره این حرف شما شعاره آمریکا اگر اون بلا رو میاره آمریکا خودش یکی از کشورهایی هست که به شدت در جامعه آمریکا جامعه مذهبیه میدونستید اون مذهب چیزی جز نظام سرمایه‌داری نیست همونیست که مارکس میگفت افیون ملت هاست بله شما طرفدار مارکس دیگه نه کلیسای آمریکا افیون ملت های آمریکاست مردم آمریکاست بله. اگر مارکس با اسلام آشنا میشد بله قطعاً مسلمان میشد دیدگاهش تغییر میشد بله دیگه ابوذر هم که شریعتی گفت دیگه ابوذر اولین سوسیالیست خب، دیگه آقای دکتر من یه جسارت علمی نیست آخه راجب آقای دکتر من یه من فقط یه سوال کوچیک دارم از شما من بله آیا آمریکا رو کشور سلطه‌جویی میدانید یا نمیدانید بله آمریکا کشور امپریالیسته خب آیا کشورهای سلطه‌جو هم سلطه‌پذیر هم وجود دارن یا نه بله هستن بعضی هستن کشورها متشکل از همینا نه آنان که سلطه نه جو هستن و آنان که سلطه پذیر نه دیگه کیا هستن ساده سازی هایی که شما میکنید کاملا اشتباه ببینه کشورهای دیگه رو بهشون بدید ببینم کیا هستن شما مثال زدید دقیقاً دقیقه به دقیقه بحث های جدیدی باز میشه من این نکته رو مورد آمریکا رو من روشن کنم من آقای دکتر قنجا عذرخواهی میکنم زمان شما محفوظ و این نکته رو در 30 ثانیه بگم من به عنوان یه دانشجو دارم لذت میبرم از بحث شما و فارغ از اینکه اصلا با کی بیشتر موافق باشم با کی بیشتر مخالف باشم واقعا دارم لذت میبرم چون بحث کاملا بنیادین هستش اما فکر میکنم شاید خیلی از مخاطبین یه مقدار سردرگم شده باشن چون بحثا بخشش فلسفه سیاسی بخشش اقتصاد سیاسی بخشش خب بله بخشش تاریخیه من خواهشم اینه اگر بشه یه جمع‌بندی تو این حوزه داشته باشیم زمانم استثنا مثلا سابقه نشه جهانا رو مثلا تا یک ساعت اضافه 12 باشه این مثلا 30-40 دقیقه‌ای که باقی مونه تا پایان برنامه از اینجا به بعدش رو یه جمع‌بندی بکنیم تا اینجا یه مقدار مشکلات روز مردم رو با همین رویکرد نظری و تئوریک حالا شما یک نگاهی دارید دکتر درخشان نگاهی دارید بحث بشه که عزیزانی که شاید یه مقدار بحثا براشون سردرگمی ایجاد کرده بهتر بتونن نتیجه بگیرن و تأثیر دو نگاه رو به لحاظ بنیادین بر اساس حالا روزمره‌ای که وجود داره مشکلاتی که وجود داره در لحاظ تورم، اشتغال، نقدینگی و مباحث مشابه بهتر بتونن قضاوت کنن این خواهش من دو بزرگوار هستش اما باز جسارت نمی‌کنم و تعمدنم تا اینجا سکوت کردم و بیشتر لذت برم از بحثی که هر دو استاد عزیز داشتم بفهمید شما بعد ببینید من موافقم با بحث شما مون تا آقای جناب پروفسور درخشان یه سوال های مطرح میکنم مگر پاسخ ندم من نیش بر بیرین شکر من مثلا قبول کردم نه ایشون پرسیدن که آمریکا رو به عنوان یک کشور امپریالیست و زورگو و قلدر یک دولت آمریکا بله قبول دارید؟ بله قبول دارم آمریکا جنایت های بزرگترین جنایت های بعد از جنگ جهانی دوم رو دولت آمریکا مرتکب شده در ویتنام که در عراق جدید داشت حالا توضیح میدم در عراق در افغانستان اینا جنایت کرد اونو معلومه روشن اما یه نکته ای را بگم بهتون خب آمریکا در جنگ ویتنام رو زیر رو کرد قبول دارید طولانی یعنی... رایید میکنید بحث رو باز برو به تاریخ نه من میخوام بگم که آمریکا با بمب ناپال تمام کشاورزی زمین های کشاورزی اونجا رو باید بود جنایت های وحشتناکی کرد بر علیه اونا و آخرش هم تسلیم شد به همون ویتکونگ ها و حزب کمونیست ویتنام که حاکم شد الان هم حاکم بله. خب رابطه ایران رابطه آمریکا و ویتنام با آمریکا رابطه چه جوریه الان نزدیکترین روابط اقتصادی با هم دارن خب ولی پرچم آمریکا رو آتش نمیزنن روش راه نمیرن چرا چون عقل دارن میدونید داستان اینه اینجا ما شعار ضد آمریکایی میدیم آمریکا مگه برای ایران چیکار کرد من آمریکا رو کشور خوبی نمیدونم دولت آمریکا. آیا بحث شما ژورنالیستی نیست حالا؟ آیا یه دقیقه و نیم اجازه بدید. آیا شما یه دقیقه و نیم سوال کنیم بحثا برابر میشه بعد در خدمت شما درخشان. ببینید. بحث سر اینه.
که اول انقلاب من گفتم تأثیر چپ ها، ببینه همون چپ ها اول انقلاب رفتن سفارت امریکا رو اشغال کردن، چپ های اسلامی، چپ های مصدقی های چپ. 25 بهمن رو میگید یا 13 آبان رو میگید؟ نه نه 13 آبان رو میگید. بله بله، یعنی بار دومی که بار دوم، بار اول رو که بیرون کردن. یک سنگی توی چاه انداختند که 100 تا عاقل توی 44 سال 43 سال نتونسته در بیاره. خب کی کرد این کار رو؟ چپ ها کردن. اجازش هم که حالا شما استناد میکنید به امام، امام خمینی، از ایشون اجازه نگرفتن این کار کردن، به ایشون اطلاع ندادن. دانشجوهایی که رفته بودن از دیوار سفارت بالا زنگ میزنن به یه نفری که حالا اسمشو نمیخوام بیارم که معممم بوده، روحانی بوده، میگن که ما اونجا اومدیم شما یک استمزاجی از حضرت امام بکنید ببینید که ما ادامه بدیم یا نه. نه میگه نه، شما کارتونو بکنید، وقتی که اونجا رو گرفتید ما بعدا میگیم. یعنی چی؟ خب زینف این داستان اشغال سفارت آمریکا از نظر روابط بین الملل کی بود؟ شوروی بود. این که پشت پرده این عوامل شوروی این کار کردن یا نه، من سندی رش ندارم، ولی توی آگاهی یک اصلی هست، تو آگاهی ما میگه که اگر یه جنایتی رخ میده، یه واقعیت رخ میده، ببینید که بخواید ببینید که کی این کار کرده، ببینید به نفع کیه، به نفع کی تموم شد این اشغال سفارت؟ به نفع شوروی که ادامه پیدا کرد، روسیه فعلی. خب اونا یه کاری کردن این چپ ها که 40 سال ما رو گرفتار این کار کردن، ولی ویتنامی ها چیکار کردن؟ اون کاری که آمریکا با ویتنام کرد که اصلا 1000مشو با ایران نکرده. من نمیگم با ایران خوب بوده، متوجه این تحریم هایی که کرده از اول انقلاب، از همون فردای اشغال سفارت امریکا تحریم ها شروع شد دیگه. تحریم ها که چیز تازه ای نیست. بله. درسته؟ خب این اشغال، این بدبختی که ما ادامه پیدا کرد، یا آمریکا یک به اصطلاح گردن کش بین المللی که زور داره، اسلحه داره، پول داره، همه چی داره، برای چی 40 سال برای خودمون رو دشمن درست کرد؟ درست. کی کرد این کار؟ امام کرد؟ کی کرد؟ چپ ها کردن، چپ های به اصطلاح اسلامی، اغلبشون هم البته اظهار ندامت کردن، بعضی هاشون هم نکردن. خب داستان ها ایناست. بعد ایشون میخواد بگه که آقا جناب پروفسور درخشان میخواد بیرون بگه که تو که لیبرالی آمریکا رو قبول داری و زیر پرچم آمریکایی رو میخوای یه کاری بکنه آمریکا خوشش بیاد. نه، اصلا اینطوری نیست. من از دولت آمریکا خیلی بدم میاد، با تمام تحریم هایی که کرد مخالف بودم و اینا رو نوشتم و گفتم که تحریم هایی که سال 90 91 92 اون تشدید تحریم ها دولت اوباما که آورد گذاشت، من هم نوشتم، گفت اینا خلاف اصول آزادی، اصول لیبرالیسم. آمریکا برخلاف اصول لیبرالیسم عمل میکنه، امپریالیسم برخلاف لیبرالیسمه. آقای جناب پروفسور درخشان، شما که میگید که اولا اون چیزی هم که یادم افتاد بگم که ملاقات کینز با میزس رو من هیچ جا ندیدم. این از شما خب برید بخونی. خب حالا باید میرم بررسی میکنم. من در کتاب فریب بزرگ نوشتم. خب من میرم بخونم. هست؟ بله. برید. شمایی که تو بحث باهایی بودن، حالا باشه، لیبرالیسم اینقدر مطالعه کردی، بله، هنوز نمیدونی که کینز با فون میزس مباحثه داشته باشه کنفرانسی در آلمان؟ نمیدونی؟ نه نه نمیدونم. آیا از مباحثات هایک با کینز در کلیسی آگاه بودی؟ بله بله. آیا مطالعه کردی؟ اونا را همه را خوندم. چرا ترجمهش نمیکنی؟ از چی میترسی؟ که نکنه هایک تضعیف شه؟ چرا ترجمه شده؟ برای چی من بترسم که تازه تضعیف بشه؟ هایک به من پول میده؟ نه، برای اینکه دلباخته هایک. شما برای اینکه سه کتابشو ترجمه کردید؟ هایک خیلی خوشگله، من دلباخته شم. یعنی چی آخه؟ من چرا دلباخته هایک؟ چرا اندیشان انتقادی هایک رو ترجمه نمی کنم؟
یعنی منظور شما اینه که چرا انتقادات به هایک رو ترجمه نمی‌کنید؟ آخه چه حرفی می‌زدید؟ چرا حرف من درست؟ اصلا منطقی نیست، انسجام نداره حرف شما. وقتی که یک کسی میاد کتاب مفصل هایک رو میشنه ترجمه میکنه، بله، تبلیغ میکنن روی این کتاب گسترده، اما نقدی نمیکنه. یعنی چی؟ خب اینو این سوال شما جواب بدین که ما بریم دیگه تو زمان. من جوابشو دادم که دیگه نه نه با اندیشه انتقادی نسبت به هایک. من این که ببینید، من این که هایک ترجمه کردم برای اینکه اونجا یک کتابی هست که به بهترین وجهی اصول لیبرالیسم توضیح داده. بله. برای این، اما اینکه هایک غیر قابل نقد خودش نمیگه، میگه آقا من اشتباه میکنم، خودش عقاید خودش رو نقد کرده. خب چرا شما نمی نویسید؟ برای چی بنویسم؟ برای اینکه اگر لازم ترجمه کردید شما باید من دستور بده بنویسم؟ نه من دستور نمیدم، میگم اگر کسی ننویسد کاشف از دلباختگی او به هایک. چرا من باید دلباخته باشم؟ برای اینکه کتاب رو نشستید با علاقه ترجمه کردید بدون اینکه نقدش کنید، در حالی که نه آخه ببین، در حالی که حرف منسجم بزنید، یه جمله من بگم، بله، در حالی که در صحبت‌های شفاهیتون، بله، فرمودید هایک رو من همشو قبول ندارم. بله ندارم، هایک خودش هم همشو همه حرفای خودش رو قبول نداره. لیبرال یعنی این حق این لیبرال یعنی این که همه حرفای من درست نیست. خب اگر اینطوری چرا شما آنچه که از هایک قبول ندارید رو مکتوب نمی کنی که دانشجویان ما که نه قبول ندارم، برای اینکه 5% هایکه، اونی که قبول دارم 95%. خب 5% رو بنویسید. خب شما که دستور فرمودید چه من دستور نمیدم. میگم عرف دانشگاهی این است. بله بله، عرف دانشگاهی، عرف دانشگاهی اینه. بله که اگر شما یک نظریه از نظر شما دیگه، بله از نظر شما عرف دانشگاهی اینه که 5% که بهش اشکال داره اونو بیشتر بگید، تو 95%ش که خیلی مهم هست اونو بذارید کنار. عرف دانشگاه به معنی دانشگاه مستقل به لحاظ فکری، بله، بیان مطلب و سپس نقد مطلبه. جز این باشه شما این کار کردی؟ همش. خب کتاب فریب بزرگ همه نقده. خب نقد چیه؟ شما میگید که طرفدار اقتصاد اسلامی هستید، نقدتون به اقتصاد اسلامی چیه؟ من کی گفتم من طرفدار اقتصاد اسلامیم؟ ایشون رو من میگه طرفدار اقتصاد اسلامی. خیلی خوب، شما چرا رد نکردید؟ من طرفدار تنظیم امور اقتصادی مسلمینم بر اساس اسلام. خب یعنی چی؟ یعنی همین که دیگه تنظیم امور این سازمان برنامه ما، بانک خوب. مرکزی ما باید اسلامی عمل کنه. خب اقتصاد اسلامی رو داریم یا نداریم؟ البته که داریم. البته که داریم. نقدتون به اقتصاد اسلامی چیه بگید؟ هیچی. اقتصاد اسلامی نقد نداریم. اجازه بدید. اقتصاد اسلامی خب به معنی کشف علم اقتصاد به معنای واقعی خودش قبول دارم. بله، اما اقتصاد اسلامی به مجموع به معنای تو تعریف از اقتصاد اسلامی متفاوته، به معنای مجموعی از احکام اقتصادی، مجموعی از فتاوای اقتصادی، مجموعی از روایات و احادیث اقتصادی، نه این کفایت نمیکنه. خب ولی یه اقتصاد اسلامی داریم دیگه. البته که هست. خب نقد شما چیه به اقتصاد اسلام؟ اگر نقد من این است که این درست استنباط نشده. خب این که نشد. چرا دیگه؟ این که نشد. شما میگید که اون چیزی که شما ترجمه کردید اون قسمتی که نقدشیده هست اونم بگید. آره. خب به من میگید. خب واعظه غیر متعز شد. شما بکنید این کار. من اقتصاد اسلامی ترجمه کردم که نقدش کنم. میگید قبول دارید، میگید هست. من میگم اصلا اقتصاد اسلامی نیست، وجود نداره. خب شما میگید هست. خب بگید که اقتصاد اسلامی چیه و نقد شما چیه؟ اقتصاد اسلامی آن چیزی که حضرت امام گفتن و الان از حضرت امام لطفاً مایه نظر خودتون نقد بزن. خود از خودتون نقد. من که فقیه نیستم. من با حضرت امام که مباحثه نمی کنم اینجا. من با شما مباحثه. شما از خودتون حرف بزنید. از قرآن نه حرف نزنید. نه از خودتون حرف بزنید. خب بگید که استنباط من از اقتصاد اسلامی اینه. بگید چیه؟ از امام حرف نزنید. ببینید؟ بله. شما خیلی زیبا بلدی از این بحثای ژورنالیستی بکنید، چون با این روزنامه‌نگاران منحط خیلی ارتباط دارید. منحط؟ روزنامه‌نگاران منحط دوره برای شما. منحط؟ منحط. منحط. اتهام میزنید. بلی؟ اتهام میزنید. نه خیلی من اونقدر عقلم میرسه که اونا منحط هم. اتهام دیگه. منحط یعنی اتهام دیگه. از دید من اونا منحط هم. بله. چون دارن فساد میکنن در
ذهن جوانان و استادان دانشگاه. منم جز اونا هستم. شما تحت تاثیر به شدت تحت تاثیر اونا هست. عجب. آره. به شدت تحت تاثیر اونا هست. خیلی متاسفم برای شما که در رو میزن. شما میگید لورد اکتون. بله. بزرگترین لیبرالیست از دید شما. یکی از بزرگترین لیبرال قرن بیستومه. یکی از بزرگترین لیبرال های قرن بیستومه. بله. که لیبرالیسم رو در چارچوب مذهب قبول داره. بله. درست شد؟ بله. در چارچوب مسیحیت قبول داره. بله. مؤمن مسیحیه. خب. حالا آیا من اجازه دارم بگم آقای اکتون شما مسیحیت رو چی تعریف کردید که در دیدگاه لیبرالیستی خودتون وارد کردید؟ ایشون میگه ببین حضرت عیسی مسیح اینا رو گفته. میگم آقای اکتون دیگه از حضرت عیسی مایه نذار، خودت چی میگی؟ خودش میگه دیگه. خب بابا جون منم همین هم دیگه، من میگم از حضرت امام نقل میکنم، ایشون بزرگترین فقیه ما بوده. خب شما میگید از اون حرف نزن، اما به لرد اکتون اجازه میدید؟ از اون خزینه نکنید، یعنی حرف نزن ازش دیگه. بله. اما اجازه میدید به لرد اکتون؟ بله. از انجیل و حضرت عیسی مسیح خزینه کنه و باز او رو میستایید؟ چه ربطی داره اینا؟ عجب، ربطش معلومه دیگه. حالا اونو بینندگان قضاوت میکنه. معلومه ربطی. بینندگان قضاوت میکنه که اصلا شما چقدر به هم ارتباط داره. من گفتم اقتصاد اسلامی. بله. چی هست؟ یک کتاب اقتصاد اسلامی میتونه معرفی کنه؟ من دارم روشنتر از یک کتاب صحبت میکنم. اقتصاد اسلامی از دیدگاه بنده. بله. آن چیزی که حضرت امام فرمودند که من خوندم براتون. بله. از این جمله زیاد داره. بله. همینو ما دنبالش بریم اقتصاد اسلامی. بله. چرا نرفتیم؟ حالا اجازه بده شما ها نذاشتی. آره. با همین حرفای اینقدر ما قدرت داریم. نه. اینقدر اینقدر به ما کردیت میدید شما. اینقدر تبعیت دارید از کی؟ از شیاطین تعلیم دیده. عجب. هایت یک شیطانی است که درس خونده. عجب. پس من فریب خوردم. قطعا فریب خوردی. عجب. فریب خورده فون هایکی. عجب. فریب خورده فون میززی. بله. این بحث علمیه دا فریب. این بحث علمی خودتون جوری. دارید میگی بحث علمی. آقا این حرفا چی میزنه؟ خب ما داد مگه اینجا دادگاه انکیزیسیون این حرفا رو میزنه؟ ببینید بحث علمی میخوام. شما به من میگید من میگم اقتصاد اسلامی چیه؟ شما دارید به من اتهام میکنید میزنید که نه فریب خورده. شما سوال کردی میگی فریب خورده. شما سوال کردی قربونتون. من جواب سوالی شما رو با فریبکاری بدم؟ حالا اجازه میفرمایید. بذارید من حرفمو بزنم. بزنید کمتر از 20 دقیقه وقت دارید. شما میفرمایید اقتصاد اسلامی چیست؟ بله. اما این رو در واقع تفتیش عقاید نمیدونید در دیدگاه خودتون. درسته؟ چه ربطی داره؟ اما هر چی من میگم میگه چه ربطی داره؟ چه ربطی؟ وقتی که من میگم آقای اکتون از مسیحیت چه میدانی؟ مسیحیت چه تعریف کردی؟ شما از اکتون میشناسی؟ ای خدا خوندید؟ برای چی راجع بهش حرف میزنید؟ شو به خاطر اینکه از حرف شما گرفتم. خب یا شما پرت و پلا گفتید. بله. یا اگر پرت و پلا نگفتید خب حرف شماست. میگید لرد اکتون بزرگترین یکی از بزرگترین لیبرالیست های قرن بیستومه و معتقد به مسیحیت. بله. حالا من میگم آقای اکتون دکرار دارم میکنم حرف. بله. مسیحیت رو چی طرز تفسیر میکنی؟ میگه آنچه حضرت عیسی مسیح گفته. نه نه آقا جو... آخو نگفته این حرف رو. شما از خودتون داری در میارید. مسیحیت چی گفته؟ خب آیه من فهم کنم این بحث جمع که نمیشه هی داره شاخهای دیگه پیدا میکنم. این آیه درخشان آقای من یه نکته رو بگم اینجا تو بحث زمان من خیلی تلاش کردم که نمیدونه مسیحیت چیست. آقای دکتر درخشان من بعد من میگم خب با عرب جافی نزدم. حالا اصلا حالا باور کنید بحث لرد اکتون بحث مردم هم نیست. شما میگید لرد اکتون متکی به مسیحیت و لیبرال. من میگم مسیحیت رو چی ترجمه تعریف میکنه؟ من میگم که لرد اکتون مؤمن مسیحیه و لیبرال. حالا من فهم کنم آخه بس براتر از مومن بودن آیه مومن مسیحی فیلسوف لیبرال. اصلا اینجا بحثتر به نظر مومن بودن شخصی هم نیست اتانا بحثتر ربوبیت خداست که قبول دارن یا نه. من بر... من برداشت شما نه دانشجوی اینجا بس براتر از ایمان شخصی این اندیشمندان بحث پذیرش ربوبیت خداست و اصلا خود این یه سلسله بحث دیگریه. مهمان بحث ایشون که بسیار ملهم است از همین روزنامه ها و سایت های رسانه‌ای منحطی که ایشون تحت تاثیرش. بله بله. آقای دکتر الان تقریبا ما 17 دقیقه فرصت داریم. دو تا من هفته دقیقه نگه. دو تا هشت دقیقه. ببینید ما یه بحثی داریم. آقای دکتر غنی نژاد یه سیاستی دارن.
در بحث و گفتگو. هر جا به هر کسی رفرانس میدن من میگم خب او چی گفته؟ میگه برو کتابشو بخون. این یه سیاست ایشونه. شما غیر از این کردید؟ بله. شما غیر از این کار میکنید؟ شما ما همینه گفته. من کی گفتم برو کتاب شما گفته من تو این کتاب فلان نوشتم. آره؟ اقتصاد سازی رو بخون. منم به شما گفتم چشم میرم بخونم. منم به شما گفتم نقدتون بر هایکو نوشته باشید من رو چشمم میخونم. اول باید خودشو بخونید بعد نقدشو. خودشو خوندم. نخوندید. او میگه نخوند. خب میخواد ایشون برای من شده حالا حرفایی که زدید معلومه ایشون اینه. خب حالا معلم دبستان فرق بله. که خانم معلم میگه میگه مشقتو نوشتی؟ میگه آره. میگه نه نوشتی. اون بچه میگه خانم معلم بله. خب بیا ورق بزنیم با هم ببینیم. بله. میگه قیافت معلومه نخوندید. نخیر. شما که میپرسم. شما میپرسم. شما که به که هایک قانون رو چی میدونه؟ اگر من شما نمیتونه جواب بده. خب معلومه که نخونده دیگه. اگر من هایک رو نخونده باشم چطور نقدش میکنم؟ همین جوری دیگه الکی میگید. همینطوری الکی نقدش میکنم. بله. خوندید نقد منو که میگید الکی نقدش میکنید؟ نه میگید اگر نخونده باشم. خب حالا این بحث نقد من نقد منه بر واقعه خوندید. من نمیدونم خوندید یا نخوندید. نقد من رو بر واقعه آقا جون من شما الان اگه میخواد من با شما ترکی صحبت کنم بلدم. ترکی صحبت کنید. بکن. من به چه زبونی به شما بگم نه. اگر من بله نقد هایکو نوشتم خب شما میگید من که نخوندم حالا چی بگم بگم برو بخون شما میگید خوندید پس من بس. میگم که من به شما میگم که هایک در مورد حکومت قانون چی نوشته شما چه میگید شما جواب ندادید جواب دادم ندادید بر اساس دیدگاه ماتریالیستی خب من قانون رو میسپره مثل فلاسفه قرون وسطا میسپره به همین نظم طبیعی natural order بله میسپره به اینکه کائنات بر روی یک نظم کار میکنن قوانین و زندگی و روابط انسانی همین توضیحی که شما راجع به هایک میدید معلوم میشه که هایک رو نخونده چون نظر نمیزنه من ترجمه کردم کتابو آخه این استدلال من ترجمه کردم کتاب این حرفو نگفته عزیز من میدیم بخونیم دیگه خوانندگان ببینید تو بگو یه کمی جا میشه سلام سردرگم میشه من یه نکته بگم چی گفته من که دارم میگم اینو گفته نه نه گفته اونو خب چی گفته گفته که قانون نظم خودجوش است نظم خودجوش بله نظم خودجوش میدونید چیه یعنی چی نظم خودجوش؟ خب آخه نظم میتونه خودجوش باشه؟ بله خب باید بخونید هایی که بدونید نه دیگه ببینید شما یه چیزی میگی بعد میگید نخوندی نخوندید دیگه خب شما که خوندید خودجوش من میگم نظم خودجوشه من میگم نظم خودجوشی بود نظم خودجوشه نظم شما میگید من هایی که نداره فریبه خب نظم خودجوشی وجود نداره بله فریبه هایی که راجبی حرف میزنه یا نه من دارم میگم خب من میگم نظم خودجوش شما میفرمایید که چرا اگر خودجوشی از درون انسانه که این انسان طبع شیطانی است نه خیر هیچ چیز خودجوشی آخه یکی حرفا رو نمیزنه من دارم میگم شما واژه نقد خودجوش اینه شما میگه نهایت نظم خودجوش رو نمیگه از درون انسان میگم اگر درون جامعه است چون جامعه بر اساس عدالت مبتنی بر تعالیم ادیان الهی استوار نیست در دیدگاه هایک پس این جامعه جامعه ماتریالیستیه نظم خودجوشش فریبه بله خب همین نقل قول شما نشون میده که اصلا هایک نقل قول نیست مگه من مثل شما استنباط شما مگه من مثل شما خداوند مشاهده من طبیعتاً دو نگاه متفاوت اندیشه های منه ببینید کار ساده است من کتاب هایک رو من ترجمه کردم بینندگانی که اینجا دارن نگاه میکنند خب میرن کتاب بخونند ببینن که آقای فرمایش آقای پروفسور درخشان در مورد هایک که میفرمایند که نمیدونم ماتریالیستی دیدگاهش اون تو اونجوری هست یا نیست خب یعنی شما میگید ماتریالیستی نیست نقطه مقابلشه یعنی شما میگید مثلا دیدگاه توحیدی داره هایک نه خب دیدگاه توحیدی نداره اصلا هایک یعنی شما میگید هایک اصلا مذهبی نیست هایک آگنوستیکه خب هایک آگنوستیکه هایک شما که من نمیدونم خدا هست یا نیست خب شما که ولی من با خدا اونایی که خدا پرستن مخالفت نمی کنم با دین مخالفتی ندارم دین خودش یه نظم خودجوشه پس و هایک نه دین رو رد میکنه و نه میگه که من مؤمنم اون یه اونجای به کنار شما میفهمید شما میفهمید هایک خدا نشناسه نه خدا آبا عزیز من
میگه دین رو قبول نداره. آگنوستیک خدا نشناس نیست، اصطلاحاتی است، اصطلاحات که در مقابل ایتیست در آوردن. نه خیر، در آگنو در فارسی بهش میگن لا ادری. لا ادری یعنی چی؟ اینا میشه ثابت کرد لا ادری خدا نشناس نیست. چرا نیست؟ خب شما لا ادری که تزلیات هم که مدعی هستید اون هم نمیدونه. آخه لا ادری که لا ادری مفهوم آگنوستیک، لا ادری یک مفهومی است در فلسفه قدیم ما بوده. قدیم نیست، جدیده، سالها بوده. بوده بله، فلسفه قدیم ما بله، تو اندیشه های خیلی ها برید بله، آگنوستیزم و ایتیزم اینا بحث های متفاوتن، خیلی فرق دارن با هم. ببینید آقای دکتر، اصلا یکی نیست. شما آخه شما باید اینا برگردیم به بحث اقتصادی یا نه، چون این رفتیم وارد بحث فلسفی شدیم کاملا از اقتصاد گفتم این روشو تغییر بدید. شما به من لطفا دستور نده. چرا؟ به شما دستور نمیدم. چرا؟ خب این خلاف معلم من نیست که من خلاف چرا شما خانم معلم من شدی؟ من نشدم. چرا دیگه؟ چرا؟ هر دفعه میگید اینو بلد نیستی تو. بله، برای اینکه نقل قول اون تفسیری که میکنید حالا عزیزم شما بله بدون پشتوانه علمی بله وارد این مسائل شدی بله، که انه یک فیلسوفید، که انه یه منطقدانی بله. شما درس حسابداری خوندید در دانشگاه تهران و الان هم بله از موقعی هم که تشریف آوردید تو ایران بله. عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری هستید بله. یعنی شما صلاحیت نداشتید دانشگاه تهران شما رو استخدام کنید. شما شخصی نشه، هم بازنشسته حسابداری رشته حسابداری هستید. عجب. حالا شما مرتب به منی که عجب 50 ساله بله تو اقتصاد، فلسفه اقتصاد بله و پروفسور هستی تو ریاضیات، پروفسور همه چیش بله بله درس خوندم بله پروفسور، نقد کردم بله همه اینها رو کردم بله. هی به من میگه شما نمیدونی بله. اون وقت شما که حساب داری نمیدونی، نمیدونی دیگه به حساب داری خوندن چه ربطی داره؟ وقتی که من از شما سوال میکنم که شما منطق نداره حرف شما اینه ها، عادی آدم حساب داری خونده باشه دلیل بر اینه که اقتصاد نمیدونه؟ اگر میدانید پاسخ میدادید. هر چی من از شما سوال میکنم میگید برو کتابشو بخون. ای خدا این درسته؟ آیا ساعت اینجا بعد دست دست اجازه ما کلا 8 دقیقه وقت داریم. من خواهشمه تا الان هر بحثی شو قضاوتش با بینندگان دو تا 4 دقیقه من عذرخواهی میکنم دیگه اصلا واقعا قابل مدیریت به لحاظ زمانی نبوده. ان شاء الله هر عزیزی که وقتش تا الان کم تلاوت شده ما رو حلال بکنه. ولی از الان دو تا چهار دقیقه آقای قینجاد و آقای درخشان جمعن دوازده دقیقه دقیقه من خواهشم دو تا 4 دقیقه جمعنی بکنید. حالا خواهشم این از مباحث شخصی از مباحث فلسفی این وقت فاصله بگیریم، جمعنی که ناظر به مسائل الان کشور باشه، ناظر به مسائلی باشه که حالا برای مردم ملموس‌تره، البته با زاویه نگاه تئوری که طبیعتاً بله. تخصص هر دو بزرگوار هستش. 4 دقیقه اول رو هر کدوم از عزیزان مایل باشه در خدمتشون هستیم. هیچ فرقی برای بنده نمی‌کنه. اگه شما دوست داشته باشید. نه اصلا بله، من هم دکتر شما من شروع کننده بودم. فقط زمانم تو داره میره. اگر اجازه بدید 4 دقیقه شما شروع کنید. من در شروع بحث دیگه شما شروع کردید من خاطر باید بدم دیگه. نه. درسته. منظورم این است که در اون زمان و ایشون که وقت زمان داره همینطوری میره ها. اگر 4 دقیقه الان شده 3 دقیقه و نیم چون یه دقیقه شد شما یا شما هیچ فرقی نمیکنه. اگه اجازه بفرمایید هر کی که مایل شما بفرمایید بعد من عرض میکنم. بفرمایید هر جور شما آقای دکتر قینجاد شما فرمودید سوال شما 3 دقیقه و نیم من یه سوالی ندارم دیگه یعنی دیگه چی میخوام بگم 3 دقیقه و نیم هر نکته به عنوان جمع بندی در تو بحث امشب دارید بفرمایید. بحث امشب یه چیزی رو به ما نشون داد و اونم اینه که یکی از دوستان که جناب پروفسور درخشان از اونها هستند به جای اینکه بحث علمی بکنن شعار میدن. تو بحث علمی ما نباید بیایم بگیم که فلانی اینطوری گفت، مقام معظم رهبری اینو گفت، نمیدونم امام خمینی اینطوری گفت، پس اینطوری. بحث علمی این نیست. بحث علمی که شما با معلومات خودتون حرف بزنید. بحث علمی بحث نقلی نیست، بحث عقلیه. بحث عقلی چیه؟ یعنی توش باید استدلال باشه من. بر مبنای شواهد باشه. خب بر مبنای شواهد شما نگاه بکنید. من از اول شروع کردم بحث منحرف شد این بود که اقتصاد ما یک نظام سرمایه داری به اصطلاح
سرمایه‌داری مرکانتیلیستی، رفاقتی، سیاسی، مافیایی شده. علتش هم اینه که ریشش در یک چیزی هست که غلط بود از اول. اون خشت اول رو که توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هست کج گذاشتن. تا ثریا رفته دیوار کج. اینو باید ما اصلاح بکنیم. باید برگردیم این اصلاح، این دیدگاه اصلاح بکنیم. آقای پروفسور درخشان خلاف این نظر رو دارن. میگن که نه خیلی هم خوبه. چرا خوبه؟ چون امام فرمودن که این خوبه. چون امام اینا تایید کرد. اینا استدلال نیست. استدلال علمی نیست. خب شما یک دقیقه و 30 ثانیه صحبت کردین، بیشتر نمیخوام از زمانتون استفاده کنم. نه من حالا یه زمان اضافه اومد، 2 دقیقه برای شما محفوظ است. بفرمایید دکتر. چقدر وقت؟ شما 3 دقیقه و نیم. عرض کنم حضورتون. ببینید من شعاری صحبت نکردم. بحث من علمی و 100% علمی. شما چنین برداشت غلطی رو دارید. آنجایی که من از حضرت امام صحبت کردم جایی بود که گفتید اقتصاد اسلامی چیست؟ از من تعریفشو خواستید. بله. چون اقتصاد اسلامی منسوب میشه به اسلام و من اسلام شناس نیستم، پس باید مستندات من فرمایشات حضرت امام باشه و مقام رهبری. تا آنجایی که مربوط به اسلامه، مربوط به اقتصاد اسلامی است، پس من از اونها هزینه نکردم، بلکه روش علمی اقتضا میکنه که ای آقای درخشان، که شما که فقیه نیستی، فقه هم که نخوندی، چه حقی داری راجع به اقتصاد اسلامی صحبت میکنی؟ میگم همینطوره، من نظری ندادم راجع به اقتصاد اسلامی. من معتقدم که باید هر آنچه که حضرت امام گفته و حضرت آقا میفرمان ما سلوحه کارمون قرار بدیم در اسلامی کردن اقتصاد. حالا امام چی فرمودن؟ قرائت کرد. حضرت آقا چی فرمودن؟ فرمودن اقتصاد مقاومتی. ما باید دنبال این میریم. میگم اقتصاد از فرمایش امام، میگم اقتصاد اسلامی بنا به فرمایش امام اقتصاد غیر سرمایه داری است، چون ایشون بیان کردن اقتصادی غیر مارکسیستی است، چون ایشون بیان کردن. حضرت آقا مقام رهبری میفرمان اقتصاد مقاومتی، پس میگم اقتصاد اسلامی ویژگی هاش ایناست که باید مقاومت داشته باشه در مقابل سلطه جویان در رأسش آمریکا. یه دقیقه و نیم فرصت دارید. حضرت مقام رهبری میفرمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، من میگم بریم به دنبالش و یک الگوی درست کنیم که باعث تقویت این انقلاب اسلامی بشه. شما میگید من اصلا و تمام فرمایشات دیگه، شما دو تا موضع گیری میکنید. میگید اصلا من معتقدی به انقلاب نیستم. میگم اگه معتقدی به انقلاب نیستی پس چرا راجع به اقتصاد اسلامی صحبت میکنید؟ چون اقتصاد اسلامی در بطنش انقلاب ضد سرمایه داری است، فرمایش آغاست، در بطنش ضد کمونیستی است، در بطنش محوریت با مستضعفانه، نه سرمایه داران، نه بانک های چپاولگر. الان ببینید 300,000,000,000,000 تومان بدهی بانک هاست به بانک مرکزی. من ریشه رو در همین میدونم که به بانک های خصوصی اجازه دادن وارد این جریانات بشن. همشون هم بدون استثنا میگن که پایه پولی ما عمدش 70%، 65% همین وام، همین ازیاده، همین اضافه برداشت بانک هاست از بانک مرکزی. زمان شما تمام شد دکتر بخش. یه 2-3 ثانیه به فرصت میدید؟ 30 ثانیه وقت نه، آور 30 ثانیه اضافه تر آقای خیلی اجازه بفرمایید. بنابراین اقتصاد اسلامی از نظر من چیزی جز اینها نیست. اقتصاد اسلامی با همین رهنمودها متوجه میشیم که همکنون تعطیلی کل بانک‌های خصوصی و دولتی ضروری است. چرا؟
عقل حکم، منطق حکم میکنه. چرا؟ این که شعار نیست. من از امام مایه نمیذارم، من از آقای خامنه‌ای مایه نمیذارم که شعار نیست. عرض میکنم خود آقایون، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، خود آقای رئیسی، مگه نمیگن که این بدهی های بانک ها به بانک مرکزی مشکل کاره؟ عرض من اینه که با تعدد بانک ها این بدهی ها هیچگاه حل نمیشه. پس باید بانک ها همه منحل شه، بشه یک بانک. در اون حالت هم بانک مرکزی نمیخواییم. بازار سکه هم باید از ایران جمع شه، چون هیچ منطقی توش نیست که ما بیایم انرژی بذاریم رو تنظیم قیمت سکه. بله، من زمانو فقط وقت علازالک. چرا اینا به تحقق نرسیده اندیشه های لیبرالیستی در ایران؟ بله آقای رنجا، شما فرصت دارید دوست دارید بفرمایید. بله، عرض شد که این قسمت آخر فرمایش پروفسور درخشان راجع به بانک ها و اینها رو من دیدم. خب این بخواد بحث کنیم یه دو ساعت بحث باهاتون میکشه، اینجا واضحه که من نمیتونم به اون بپردازم. اگر یه جلسه ای بذارید راجع به اونم میتونیم بحث بکنیم که راجع به بانک ها و دیدگاه های جناب پروفسور درخشان. اما یه چیزی رو میخوام بگم، ایشون باز دوباره ارجاع دادند به، گفتند که من فقیه نیستم، بنابراین ارجاع دادند به امام و آقای خامنه ای و اینا. در مورد چی؟ در مورد اقتصاد اسلامی. حالا مسئلتون، سوال، آقای خامنه ای، امام خمینی مگه اقتصاددانن؟ چرا باید ما دیدگاه اقتصادی اونا رو قبول کنیم اگر اهل علمی؟ اونا مگه اقتصاددانن؟ ما راجب فقه، راجب فقاهت نمیتونیم حرف بزنیم، اجتهاد کنیم. خب نخوندیم، درست هم میگن. اونا مگه خوندن اقتصاد؟ چرا بابا تابع اراده و فرمایشات کسایی باشیم که اهل تخصص نیستن؟ این سوال. این اقتصاددانانی که شما صحبت میکنید چه بحث علمیه؟ کاملا علمی است. این چه بحث علمیه که شما اقتصاد میگید کسی که شما اهل تخصص شما بیایید من تابع و نظر اونم؟ یعنی چی؟ یعنی شما بیایید بشید به اصطلاح رهبر فکری اقتصادی کشور؟ نه. پس کی بشه؟ اقتصاددان. اقتصاددان که شما خودت گفتی من هستم. بله. شما گفتی من اقتصاددان. من بله. شما و امثال شما بیان بشن مدیر اقتصاد که کشور رو دو دسته تقسیم تقدیم آمریکا کنن. عجب. از کجا تو همیدی شما؟ برای اینکه شما معتقدی به کاپیتالیسمی. شما کاپیتالیسم رو قبول نداری؟ اون چیزایی که من راجع به آمریکا گفتم متوجه نشدید؟ ببینید آیا آقا جون من، شما معتقدی به سرمایه‌داری هستید یا نه؟ بحث علمی اینه، بحث علمی اینه که حرف کسی رو قبول میکنیم که اهل تخصص اینه. بله، شما میگید که ما در من در اقتصاد، حضرت پروفسور درخشان در اقتصاد تابع نظرات آقا و آقای خمینی و آقای خامنه‌ای هستم. خب من میگم حرف علمی نیست. چرا؟ برای اینکه اونا تخصص اقتصاد نداره. من این ثابت کردم. من اینه که وقتی اقتصاد اسلامی میگیم یعنی نظر فقیه در تبع اقتصاد. یعنی من احساس کردم که شاید صحبت های درخشان درست در واقع منتقل نشده. برایش خودم عرض میکنم. ببینید فقها ها خودشونه نمیگم. فقها ها اهل تخصص در فقیه. شما میشناسید که راجع به علم پزشکی و جراحی مغز فتوا بده؟ نه در تو با پزشکی به نظر ما مباحث فقهی داریم. آقای قرینه تخصص ببینید با من صحبت کنید. بله با من صحبت کنید. با شما حرف میزنم. این که حضرت امام میفرماد اقتصاد ما باید منافع مستضعفان رو در نظر بگیره. بفرمایند. این اینو شما قبول دارید؟ چیشو قبول دارم؟ همین که اقتصاد ما چنان تنظیم کنیم. این اگر میفرمایی که این گزاره علمیه نه نیست. نیسته. نه. ولی من ثابت میکنم هست. خب بکنید. ثابت میکنم بکنید. هست. که با برنامه‌ریزی در جهت حمایت از مستضعفان میشه رشد واقعی. نه سرمایه گذاری برای این بانک ها که فقط دارن میچاپن. اینا ادعاهایش رو باز خوب اثبات کنید. اثبات کردم. کتاب صلیب بزرگ رو بخونی. برای دیگه منم حتما میرم بخونم. خب بری بخونی. باشه.
تمام اینا ثابت شده. ولی شما میفرمایید اقتصاد رو بده دست اقتصاددانان. بله میگم اقتصاددانانی که فریب خوردن. باشه توسط هایک. ببینید حرف من روشنه، شما تکرار نکنید حرفاتون. حرف من روشنه، من میگم بحث علمی میخواید بکنید، بحث علمی باید با اهل تخصصش سپرد. خوب امام خمینی، آقای خامنه ای، اینا اهل تخصص اقتصاد نیستن، بنابراین اونها نمیتونن بگن که اقتصاد درست چیه. روشنه؟ ببینید روشنه حرف من یا نه؟ شما فقط یه جایی که گفتید امام کشور از دست کمونیست ها نجات داد، یعنی اونجا امام اقتصاد میدانست و انجام داد؟ به اقتصاد ربطی نداشت، یعنی من اینجا یه بحث سیاسی بود. نه بالاخره کمونیست ها بالاخره جدی سیاسی اقتصاد نشد. بحث سیاسی بود، سیاسی باشه. اتفاقا امام خمینی سیاستمدار برجسته ای بود و در اون مقطع تاریخی که انقلاب 57 صورت گرفت، یه خدمت بزرگ مالکیت خصوصی هم مثال زدی، یعنی بس اقتصادی رو مثال زدی، گفتن امام امام خمینی در مقطع در چون مالکیت خصوصی میدونه سر اسلام، یعنی بس اقتصادی. دقیقاً در مقطع انقلاب اسلامی امام خمینی بزرگترین خدمت رو به منافع ملی ایران کرد، نذاش که انقلاب، نذاش که اون بلوایی که شروع شده بود دست چپ آبید. اینجا یه سوال جدی مطرح میشه. بله. آیا امام خمینی که مخالف کمونیست ها بود، بله، مخالف سرمایه‌داری هم بود یا نه؟ نه نبود. من الان براتون خوندم. خب شما خوندید، گزینشی خوندید. چی گزینشی؟ خلاف اونها رو هم خیلی امام گفته. حالا من یه بحث دیگه باید بیارید. یه بحث شما دید. نظام اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا رو میپذیرید؟ نظام اقتصاد رقابتی رو من میپذیرم. سرمایه‌دار آمریکا اون میپذیرم. ببینید تا من روشن حرف من، تا اونجایی که اقتصاد آمریکا اقتصاد آزاد رقابتی است من قبول دارم، از اونجایی که اقتصاد آمریکا میشه اقتصاد رفاقتی که هست میشه اقتصاد سیاسی که هست، اونا رو نمیپذیرم. شما فرمودید که این جمله آخر منه، شما فرمودید که نظام سیاسی آمریکا امپریالیستیه. بله. دولت آمریکا. همون آمریکا که میگم مردمش که نیستن بدبختا. دقیقاً دیگه. درست. کسی تمدیدی اون نظام. بله. درست. بفرمایید. نظام آمریکا میفرمایید امپریالیستی. بله. آیا میپذیرید، یعنی به لحاظ علمی میپذیرید که یک نظام سیاسی امپریالیستی باید نظام اقتصادی مقوم خودش رو داشته باشه، نظام اجتماعی مقوم خودش رو داشته باشه؟ قطعا اینا باید با هم بخونن. درسته. از این روز که نظام سیاسی امپریالیستی آمریکا نظام سرمایه‌داری حاکمیت شرکت‌ها رو داره. بله. پس شما اگر با نظام سیاسی امپریالیستی آمریکا مخالفید، منطقا باید بپذیرید که نظام سرمایه‌داری موجود در آمریکا رو نمیپذیرید. نمیپذیرم. خب الحمدلله. شما پس با نظام سرمایه‌داری مخالفید؟ نه. این دو تا حرف متفاوته. من با نظام سرمایه‌داری رقابتی موافقم، با نظام سرمایه‌داری مافیایی و رفاقتی و نظام سرمایه‌داری سیاسی کشورشون بدید که همون نظام سرمایه‌داری شما باشه توش. هیچ کشوری نیست. خب همه پس... یک طیفی هم. پس شما اومدید اینجا اون طیفی هم. ببینید کشور چین کمونیست هم کشور سرمایه‌داریه. من همه اونجا اونی که نمیپذیرم، اون قسمتی که رقابتی هست و باعث رفاه مردم شده میگم. ولی میگید نمونه ایدئالی هم وجود نداره. نداره. شما آیا معتقدید زمان تمامه؟ زمان تمامه. یه جمله فقط. این بدهی بانک‌های ما به بانک مرکزی که موجب این نقدینگی شده که همه اقتصاددانان معتقدند در ایران که این تبرعات رو سر کشور آورده، قطعا شما میگید من قبولش ندارم. چی رو قبلا؟ همین تعدد بانک ها. تعدد بانک ها؟ آره چون اینا به اون ربطی نداره. به چی ربطی نداره؟ به تعدد بانک ها ربطی نداره. چرا دیگه؟ سیستمه. ببینید بانک ها حالا فورت گفتن اضافه. یه وقت لازم دیگه لازم. برداشت
خب آقای اضافه برداشت آنتن رو دارن میگیرن، میگن که یک ساعت و 10 دقیقه امشب اضافه تر وقت دادن و خب جز از طریق تعدد بانک ها محال است. این شعار که نیست، از شعار از فرض مایشات شعاره، یه جلسه مجزا لازمه که باید بحث کنیم. حالا عزیز بفرمایید یه جمع‌بندی بکنیم. پس بفرمایید که این طلب بدهی بانک ها به بانک مرکزی حاصل چیه؟ در یه جمله بفرمایید. حاصل 300 حاصل سرمایه‌داری رفاقتیه که تو کشور ما حاکمه. حاصل این شرکت‌های خصولتی فاسده که این کارو کردن. حاصل این بانک‌های دولتی، نیمه دولتی، شبه دولتیه. اما خصوصی جزء 600. خصوصی نداریم بانک خصوصی، دو تا شاید سه تا باشه. اونا جزء 600. نه نیستن. اونا شما قبول دارید. بله. الگوی شما همون دو تا بانک خصوصی. بله. میتونید نام ببرید؟ خاورمیانه. دیگه بانک خاورمیانه. دیگه بانک سامان. بانک سامان. بله. آیا این دو بدهی به بانک اقتصاد نوین، بانک ای آیا این سه بدهی به بانک مرکزی نداره؟ نه. اضافه برداشت نداره؟ نداره. عجب. بله. پس برید مطالعه کنی. بله. خیلی مطالعه. منم که شما توصیه خب حالا من یه نکته هم بگم. حالا ما حقیقتش اینجا نداریم تبلیغ بانک میمونه، چیزی بحثمون در رو به سمت رو خیلی نه یه نکته هم بگم در بین صحبتات، حالا اینو شاید خیلی از میگم از ندونم، آقای دکتر قینی رو تونجی که میدونم مطالعه تبریز هستن، آقای دکتر درخشان تونجی که میدونم اصالتا تبریزی هستن، درسته؟ بله. چون یه تیکه یه بحثی شد و شما حالا من لهجه ترکی دارم، نه 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 به شوخی شما برگشتید گفتید که با ترکی سوال کردن ممکنه، من میدونم شیاطینی هستن که میشه اینها رو بعداً تختی میکنن یه نه. در واقع تفسیر دیگری بکنن که مثلا توهین به قومیت و اینا. من اینو اینجا تذکر بدم که بله من افتخار میکنم که مرحوم پدر من تبریزی بود. بله. افتخار میکنم که ترکی رو مقدارشو بلدم و آرزو میکنم که خوب میتونستم صحبت کنم، اما چون مرحوم مادرم تهرانی بود خب من میگن زبان مادری، ولی از عموام و فقط میتونم بگم الان الله آمانیندا. خیلی ممنون. از درد بزرگ تشکر میکنم جناب دکتر غنی نژاد، جناب درخشان، از شما بینندگان هم که این برنامه متفاوت استثنایی رو الان تا ساعت 12:30 با ما همراه بودید خیلی ممنونم. انشالله تکرار برنامه فردا ساعت 14:30 هستش. و توجه کردید که چگونه اینها میخواهند دانشجویانی که در دانشگاه اقتصاد میخونند میخواهند بهشون آموزش بدن، تعلیم بدن. دانشجویانی که درخشان میخواد تعلیم بده ببینید چی از کار در میاد، حتما میشن همین دانشجویان خط امام یا بسیجی هایی که طرفداری میکنند، گردنشون میزنه بیرون و از خامنه ای دفاع میکنند. اینها کسانی هستند که اقتصاد کشور رو به این روز انداختند، اقتصاد اسلامی رو تعریف میکنند و نه دفاعی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران میکنند و نه وضعیت رو میبینند، میدیدند چگونه هست، به این شکل نمیآمدند. البته منظورم آقای غنیزاده نیست، چون او اصولی صحبت میکرد، سعی میکرد به اینها بفهمونه و در این مناظره بگه که وضعیت اقتصاد ایران به خاطر این هست که کشور الگو برداری کرده در 40 سال قبل از اقتصاد روسیه و الان هم که خامنه ای با روسیه رفیق شده و همه ما میدونیم که این ارتباطات از گذشته ها بوده و الان هم که با این مناظره که دیده شد مشخص میشه که وضعیت چگونه است و چگونه بوده است. اگر نظری دارید لطفاً در قسمت نظرها بنویسید. با سپاس از شما تا برنامه دیگر.